بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به همه دوستان حاضران و غایبان در این مجلس. جلسه 14 رو در خدمت شما هستیم و در بحث تاریخ علم کلام در این جلسه که بحث پایانی ما هست نسبت به مکتب بغداد، مقدمتاً بحثی خواهیم داشت همونطور که آقای دکتر فرمودن در رابطه با جایگاه سمع و عقل در تکلیف و در معرفت دینی از دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی، و بعد بحث رو خاتمه میدیم، بحث مکتب بغداد رو با شیخ طوسی. امیدوارم که برسیم به همه مباحث. ما تا اینجا شاید دوستان که دنبال کردن یک پرسشی براشون پیش آمده باشه که خب اگر بناست بحث های کلامی سرتاسر مباحث جدلی و استدلالی که آراء مختلفی رو میطلبه و کمتر توافق نظری هم وجود داره، آیا دین و ایمان رو میشه تقلیل داد به بحث‌های کلامی یا نه؟ یعنی اینکه چقدر مباحث نظری و مباحث فکری در حقیقت یا اعتقادات، حالا گاهی مباحث فکری و نظری، گاهی در نتیجه نظر و استدلال و مباحث فکری یه سری اعتقاداتی بر آدم حاصل میشه. نسبت این مباحث نظری و استدلالی که در نتیجه اعتقاداتی رو هم برای آدم میاره، یعنی نسبت این مباحث نظری و اعتقادات در پی اون با عنصر ایمان چیه؟ چون ایمان رو نمیشه به پاری از باورهای اعتقادی صرفا تقلیل داد. اعتقاد اگر مقصود ایمان قلبی است، اونطور که متکلمین هم در بحث‌های اول گفتیم برخی به اون نظر داشتن، خب ایمان اعتقاد قلبی است که نمیتونه صرفاً به پاره از باورهای ذهنی و فکری تقلیل پیدا بکنه. خب در حقیقت اگر چنینه، در این صورت اعتقاد با ایمان حتما فرق میکنه. و اگر هم که ما بگیم که ایمان در واقع عین همین اعتقادات و باورهای فکری هست، در اون صورت کل ایمان رو، ایمان به غیب رو، معنویت دینی رو، هر تعبیری که داشت بخواییم بکنیم، تقلیل دادیم به یه سری باورهای اعتقادی که در بر سر اون بیان آحاد مؤمنین با این تعبیر اختلاف نظرهای زیاد هست. یعنی هیچ وقت نمیشه یک نوع در واقع همسخنی رو ایجاد کرد. ایمان چیزیست موضوع اختلافات و در نتیجه با اون مقاصدی که حالا در از لحاظ دینی و شرعی برای تکلیف بوده که متکلمین و فقها میگن، یا از حیث اون چیزی که فلاسفه دین میگن برای نتایج اخلاقی که بار میشه بر اعتقادات و ایمان، از اونها دیگه نمیشه خیلی توقع داشت که اخلاق رو بشود نتیجه گرفت. یعنی مبانی اخلاقی فرو کاسته میشه به یه سری مباحث و باورهای اعتقادی که بر سرش اختلافات زیاد هست، و به جای اینکه ایمان طمأنینه و سکینه به انسان بده، خودش موجب دلهره میشه. یعنی ایمان به خدا که طبعا باید به انسان نوعی التزام اخلاقی بده و اون التزام اخلاقی مبتنی باشه بر یک طمأنینه و سکینه و
و باور که به باور به خدا اون رو موجب میشه و در حقیقت اطمینان یافتن، اعتماد به خدا پیدا کردن، در ورای این عالم هستی حقیقتی رو دیدن و حکمتی رو دیدن، اون رو همه رو میتونه تحت شعاع قرار بده. خب از همون آغاز خیلی ها با علم کلام مخالف بودن، به همین دلیل میگفتن که برای اعتقادات دینی مفید نیست، برای اینکه وارد شدن به این مباحث در حقیقت جز این که ایمان انسان ها رو دچار خدشه کنه، اطمینانشون رو، اون اعتمادشون رو به باورهای دینی کم بکنه، دلهوره ایجاد بکنه، شک و تردید رو به جای یقین، یقینی که هر ایمانی باید متکی بر اون باشه، از بین میبره، چرا باید ما وارد مباحث کلامی بشیم؟ خب این البته دیدگاه بعدن کم کم تبدیل شد به یه دیدگاهی که اصحاب حدیث به خصوص ازش دفاع میکردن، نه به این دلیل شاید کاملاً، بلکه برای اینکه مباحث کلامی رو چون که عرض کردیم مخالف با باورهای اعتقادیشون میدیدن، یعنی نظرات معتزله و اشاعره رو جوری میدیدن که نهایتاً با باورهای اعتقادیشون همخوان نیست. ولی در این حال اگر هم میخواستن که یک کمی ضدیت خودشون رو با علم کلام در حقیقت مبررتر و با توجیهات بهتری بیان کنن، همین اشاره به این مسئله تفرقی که بابت جدل‌های دینی و استدلال‌های نظری ایجاد میشه و ایمان انسان‌ها رو هدف میگیره رو مد نظر قرار میدادن. صوفی و عرفا هم جوری دیگه‌ای باز با این نوع طرز فکر کلامی و استدلال های عقلی که مانعی از برای یقین و اون مقام در حقیقت معرفت یقینی هست مطرح می کردن. خب در مقام پاسخ هم کسانی که از مباحث کلامی دفاع می کردن به شیوه های مختلفی پاسخ می دادن. یکی از پاسخ ها این بوده و همیشه هست و امروز هم مطرحه که ایمانی که مبتنی بر تحقیق نباشه و مقلدوار باشه، این ایمان در نهایت ایمان حقیقی نیست، بلکه اینکه در واقع انسان از نقطه نظر دینی دارای دو حجت هست، حجت عقل و حجت انبیا و حجتی که از طریق سمع میرسه، و عقل باید پایه هر باور دینی باشه و بی‌اعتنایی به حجت عقل و حالا به زبان دینی یا بی‌اعتنایی به درک بشری آدم رو از اون ایمان واقعی هم در این دیدگاه محروم میکنه. ایمانی میتونه نتایج و ثمرات مفید داشته باشه برای ترقی و ارتقای انسان که متکی بر تقلید نباشه، متکی بر تحقیق باشه، و در اون صورت است که ایمان تبدیل به ضدش نمیشه، یعنی اون باورهایی که روش حجت عقلی انسان نداشته باشه، به تعبیری که اهل دین میگن، یا به تعبیر شایع آدم براش دلیل و استدلال نداشته باشه، خودش موجب یک نوع جمود ذهنی میشه، فکری و اعتقادی میشه که به آدم نوعی یقین کاذب میده، و این یقین کاذب در حقیقت نوعی جهل، به تعبیری که امروز میکنن جهل مقدس، ایمانی است که در واقع در حقیقت ایمان نیست و به سادگی میتونه تبدیل به ضد خودش بشه. خب این مطلب رو به زبانهای مختلف متکلمین گفتن. متکلمین مکتب معتزلی و به ویژه در تشیع کسانی مثل شریف مرتضی در این نکته خیلی توجه میدادن که اگر اعتقادات
و ایمان حاصل متکی بر اون اعتقادات، متکی بر نوع استدلال های عقلی نباشه، در واقع این ایمان، ایمان واقعی نیست. ایمان مقلدانه در مسائل خدا و صفات خدا، اینها ایمانی است که نمیشه حقیقتاً بر اون اسم ایمان گذاشت. بعد از لحاظ شرعی هم میگفتن که تکلیف انسان در مسائل علمی، یعنی در مسائل اعتقادات، ایمان به خداوند مبتنی بر استدلال عقلی و نظریه، یعنی انسان مکلفه بر این که استدلال نظری بکنه بر معرفت خدا و معرفت صفات خدا. اینکه آدم نتونه بر اعتقادات خودش در رابطه با خدا و صفاتش و در رابطه با اعتقادات دینیش، ولو به صورت اجمالی، به صورت کلی، نوعی استدلال نظری رو نتونه ترتیب بده، ولو اینکه خیلی ساده باشه، از این دیدگاه، مثل دیدگاهی کسانی مثل شریف مرتضی، این ایمان اساساً ایمان نیست، چون اون تکلیفی که ما شدیم به این ایمان، تکلیف شدیم به ایمانی که مبتنی بر نظر و استدلاله. ایمان مقلدانه اصلاً موضوع تکلیف نبوده، بنابراین اون آدم در واقع به این تکلیف بی‌اعتنایی کرده و بنابراین این ایمان اساساً قبول نیست و بر اون هم ثواب و تا بر اون ثواب و برخلافش هم در این فرض اگر وجود داشته باشه حتما عقاب هست. یعنی اگر کسی ایمانش مقلدانه باشه در حقیقت مستحق عقاب خواهد بود، چون اساسا ایمانش ایمان واقعی نیست. یعنی این رو در واقع به عنوان یه نظری، حتی از نقطه نظر تکلیف، بحث تکلیف، متکلمین در پاسخ به کسانی که عدم ضرورت مباحث نظری رو مطرح می‌کردن طرح کردن. حالا البته گفتن که بر هر کسی و از هر کسی توقع نیست که جزئیات مسائل استدلالی نظری رو در مباحث تکالیف عقلی مثل معرفت خدا و معرفت صفات خدا و معرفت نبوت بر اساس معرفت عقلی بدونه، اما اجمالا باید بدونه که ایمانش مقلدانه نیست، نه اینکه صرفا به خاطر اینکه کسی به او گفته یا در واقع بدون هیچ گونه امعان نظری، بدون هیچ گونه استدلالی پذیرفته چیزی رو، اون ایمان مقبول باشه. خب در هر دو دیدگاه یک بخش از حقیقت هست، یعنی هم متکلمین توجه داشتن که اصولا ایمان و دیانت بالاتر از این در گستره وسیع‌تر، دیانتی که مبتنی بر استدلال و نظر و یقین شخصی نباشه، صرفا مبتنی بر تقلید باشه، میتونه خیلی خطرناک هم بشه. و بنابراین درست است که ورود در مباحث نظری گونه ای از اختلافات رو دامن میزنه، اما در حقیقت ایمان اگر بر پایه این نوع استدلال ها نباشه، میتونه به ضد خودش تبدیل بشه و اساسا اون ایمان، ایمان واقعی نیست. این از نقطه نظر اهل کلام و کسانی که از دیدگاه های کلامی در دین دفاع میکردن و میکنن. خب در این دیدگاه اگر کسی ایمانش ایمان واقعی نباشه، خب اون از لحاظ مبانی که متکلمین معتزلی داشتن یا شیعه داشتن، اصولا اون تکلیف رو عمل نکرده و طبعا در آخرت به اصطلاح موضوع ثواب قرار نمیگیره ایمانش. اما خب در عمل هم میدیدن که در حقیقت این نوع استدلال های نظری راهی رو باز میکنه برای اینکه عقاید نادرست جای دینداری رو نگیره.
چون حتما در شما وقتی آثار متکلمین رو میبینید یا در جاهایی که در بحث‌های تفسیری در تفسیر قرآن بحث میکنن دائما این نکته رو میگن که در حقیقت عقاید نادرست، یعنی عقایدی که از دیگر اونها مبتنی بر نظر صحیح، ادله صحیح عقلی نیست که منجر شده به اعتقادات نادرست، اینها در حقیقت خودش برای زندگی انسان در این دنیا میتونه مضر باشه، خطرناک باشه. یکیش اینه که عقیده نادرست جای دین رو میگیره و این خودش برای در واقع اعتقادات دینی از نقطه نظر اونها یک خطر بالفعل و چیزی بوده که میدیدنش. یعنی در واقع این نوع اختلافات رو در جامعه میگفتن که در جامعه دینی میگفتن تنها از طریق نظر و استدلال میشه تقلیل داد. طرف مقابل اون جنبه اون طرف اون بخش دیگه در واقع لیوان رو میدیدیم، اون بخش پر و خالی لیوان رو اگه در نظر بگیریم، اونها توجه میدادن از لحاظ عملی که این نوع استدلال ها و این نوع نظر پردازی ها و این بحث های کلامی جز به جدل نینجام میده و در واقع ایمان رو فقط با تردیدهای روبرو میکنه. در این میان حتی عده‌ای معتقد به تکافؤ ادله بودن، میگفتن که اساسا در مباحث دینی همه ادله‌ای که طرفین یک عقیده ابراز میکنن از حیث اعتبار، حالا به تعبیری بتونیم بگیم اینجوری، برابره. یعنی هیچ اعتقادی رو نمیشه از لحاظ استدلال عقلی اون رو یقینی دونست و بر اون استدلال قطعی به اصلا ارائه داد. بنابراین تمام باورهای دینی به نحوی ادله اونها علی‌السویه است، تکافؤ ادله است در این میان و در واقع این رو مخالفان این نظر البته به نحوی تأویل می‌بردن به اندیشه شکاکیت و یا در واقع اون رو رد می‌کردن به دلیل اینکه هیچ گونه قطعیت رو ممکن نمی‌دونست برای بشر. خب طبعا فصل‌های در کتاب‌های کلامی بحث می‌شد برای اینکه این دیدگاه رو هم رد بکنه. همه این بحث ها در واقع منجر شد که این موضوع عقل و نقل، عقل و سمع به تعبیرهای مختلف، آیا عقل کافی است یا ما نیاز به علاوه بر عقل به پیامبر و امام هم داریم یا نه اساسا عقل کافی نیست و باید پیامبر و امام هم داشته باشیم یا فقط پیامبر کفایت میکنه امام دیگه لازم نیست. این هم یه بحثی بود که با امامیه مطرح بود و حتی این دیدگاه که میگفتن که نه اساسا عقل در واقع نه تنها کافی نیست بلکه لازم هم نیست در حوزه دین داخل بشه، برای اینکه عقل بشر توانایی درک این معارف رو نداره، بنابراین صرفا باید متکی بود به سمع، به اونچه که تعالیم انبیاست و برای معارف دینی باید از عقل دست شست و صرفاً باید گوش سپرد به تعالیم انبیا. عقل فقط برای همین عقل معاش زندگی معمولی بشر به کار میاد. در حوزه معرفت خدا عقل اونجا دیگه در واقع چاغوش برنده نیست، توانایی درک معارف مرتبط با معارف الهی و معرفت خداوند و صفاتش و شناخت خدا رو در واقع معرفت خدا رو نداره. اینا در واقع گرایش‌های مختلفی بود که از همون آغاز بوده به شکل‌های مختلفی کم کم جدی‌تر شده، آثار زیادی در حول و حوش این موضوع نوشته شده، در کتاب‌های تفسیر و شروح کتاب‌های حدیثی و
حتی در کتاب‌های جامع کلام، یعنی کتاب‌هایی که به شکل کلاسیک در حوزه علم کلام نوشته می‌شده، این نوع بحث‌ها در قالب‌های مختلف ذیل ابواب گوناگونی بحث شده و یک اختلافی است که می‌شود اون رو اساسی‌ترین اختلاف دونست در واقع در میان اهل دین. در همه سنت ها شاید همینطور باشه، در سنت تمدن اسلامی شاید بشود گفت که این مهمترین مسئله است، مسئله عقل یا نقل، مسئله عقل یا سمع، و اینکه نسبت این دو تا چگونه است. یعنی شما اگر از مکتب کلامی بگذارید بعد بیاید به سراغ فلاسفه و بعد نسبتی که دیدگاهی که غزالی نسبت به فلاسفه داره، بعد ابن رشد در اون کتاب فصل المقالش که درست در مورد همین موضوع نوشته، و بعد به تدریج در دوره مکتب اصفهان ملا صدرا، ملا محسن فیض و دیگران وقتی که می پرداختن به موضوع فلسفه و حدیث و نسبت بین سمع و عقل، اینها همیشه برایشون مسئله بوده. تا قرن 19 هم دوره شیخ احمد احسایی، حکمای مکتب تهران، و تا به امروز میبینید که یکی از، یعنی شاید بشود گفت مهمترین مسئله، مسئله نسبت بین عقل و سمع بوده، عقل و نقل، که اون هم باز ریشش برمیگرده به همون مباحث نظری که در رابطه با رابطه انسان با خداست. ما چگونه میتونیم رابطه خودمون رو با خدا بفهمیم، چه در مقام عمل چه در مقام معرفت؟ یعنی آیا ما شناخت رو از خدا میتونیم داشته باشیم؟ ما آیا امکان این شناخت بر ما ایجاد شده، وجود داره اساسا؟ چگونه خدا رو میتونیم بشناسیم؟ آیا شناختی که از خدا داریم شناختی است که واقعا از خداست، شناخت حقیقیه، یا یک در واقع شناختی است که فقط نظری و مبتنی بر اون صورت‌های ذهنی ماست، ربطی به حقیقت وجود خداوند نداره، چون ما نمیتونیم دسترسی به وجود ربوبی پیدا بکنیم، ما فهمی و درکی حصولی نمیتونیم از مقام وجودی حق متعال پیدا بکنیم. بحث هایی که در بین اشراقیون و مشایون بوده باز برمیگرده به همین موضوع علم حصولی، علم حضوری، چارچوبی که ملا صدرا در حکمت متعالیه بیان میکنه. بنابراین میشود به یه نحوی خلاصه کرد تمام تاریخ علم کلام و فلسفه رو در همین موضوع. خب یکی از نتایج این بحثم این است که آیا در رابطه با روایات یا حتی آیات قرآن ما جایز هست که بیاییم معرفت‌های فلسفی یا کلامی که مبتنی بر نوعی استدلال‌های نظری است اینها رو تطبیق بدیم و فکر خودمون رو، شناخت خودمون رو، یا تأویل خودمون رو تحمیل کنیم، یعنی فهم خودمون رو تحمیل کنیم بر فهمی که مثلا از لحاظ ظواهر الفاظ دست کم از آیات قرآن یا احادیث برمیاد. یا اگر در جایی مثلا امام معصوم یک نقلی از امام هست که در رابطه با یه آیه از قرآن یک نوع شناختی رو مطرح میکنه که اون با دریافت‌های استدلالی عقلی ما سازگار نیست، اینجا تکلیف چیه؟ با چه کار کرد؟ اینجا بود که خب همه مباحثی که مطرح کردیم در رابطه با مسئله تأویل، به خصوص در مورد اخبار، موضوع اخبار آحاد که متکلمین شیعه مطرح میکردن و تقدم استدلال‌های عقلی که به نظر مثلا کسی مثل شریف مرتضی بر اون علم هست، یقین هست، بر حجت‌های ظنی مثل اخبار آحاد یا ظواهر الفاظ مثلا، در اینجا طبعا بر تقدم این استدلال های عقلی تأکید میکردن کسانی مثل شریف مرتضی. خب خود همین هم مورد قبول گروه های مختلف قرار نمیگرفت، یعنی کسانی که مخالف با
استدلال های کلامی بودن، اینجا رو هم حتی به طور خاص روش دست می گذاشتن و خطر این نوع نگاه رو بر به اصطلاح توجه می دادن که ما ایمان باید مبتنی بر پذیرش اون چیزی باشه که ما به عنوان قرآن می شناسیم، کلام وحی، یا اون چیزی که در کلام پیغمبر یا امام هست اگر که حجیتش ثابت باشه. بنابراین مثلا خب اون مطلبی که مالک ابن انس ازش نقل شده که درباره اعتقاد به اینکه خداوند بر روی عرش نشسته یا صفات خبری در قرآن گفته شده که میگفته که کیفیت بر ما مجهوله، ما نمیدونیم، فقط باید معتقد باشیم به همون چیزی که در قرآن اومده. اما اینکه کیفیت دقیقاً چی هست ما راهی نداریم، نبایدم بحث بکنیم، چون هر گونه بحثی در واقع همین آوردن مباحث نظری و عقلی است که جایز نیست اونجایی که معرفت خدا هست ما اینها رو بخوایم داخل کنیم، چون اساساً این قابلیت رو نداره عقل. و بعد میگفته که حتی سوال کردن از این مسئله هم بدعته، برای این که دامن زدن به بحثی است که جز اینکه یقین رو از بین ببره چیزی نتیجه نخواهد داشت. بنابراین یه دیدگاه این بود که ما باید در برابر این نوع مسائل محدودیت عقل خودمون رو بفهمیم و بدونیم که ایمان چیزی نیست جز ایمان به همین آنچه که خداوند از طریق وحی به ما ابلاغ کرده و وظیفه ما همینه و هر گونه تخطی از این وظیفه از جمله سوال کردن از کیفیت خودش بدعت هست، اگر نباشد که منجر به کفر بشه دست کم بدعت. البته اختلاف بود بین گروه های مختلف اصحاب حدیث که مثلا جهل به این نوع اعتقادات که مثلا صفات خبری مستلزم اون هست در قرآن، مثل اینکه خداوند سمیع بصیر، در قرآن آمده که خدا دست داره و راه میره، این نوع صفات، جهل به اینها، برخی از اینها معتقد بودن که این نوع جهل موجب کفر، بعضی ها میگفتن که موجب بدعت، یعنی اگه شما بیایید با ادله عقلی جوری دیگه‌ای بگید و مضمون این اعتقادات رو بهش در واقع جهل داشته باشید، چون بهش اعتقاد ندارید بنابراین جهل دارید نسبت به اینها، خود این جهل تعبیری که به کار می‌بردن موجب حالا یا کفر میشه یا موجب بدعت میشه. بنابراین صرفا باید ایمان داشت و وارد جزئیات نشد و عرض کردم که حتی برخی فارغ از بحث جهل سوال کردن رو هم بدعت میدونستن در این زمینه. خب میبینید که این دعوای خیلی بزرگی بوده بین طرفین، بلکه اطراف این مسئله، یعنی دیدگاه‌های متفاوتی در طول تاریخ تمدن اسلامی در رابطه با این موضوع مطرح شده. حالا یکی از بحث‌هایی که در این چارچوب مطرح میشه اینه که نظر شیخ مفید و مثلا سید مرتضی بن والی، دو تا متکلم که هر دو باور داشتن به ضرورت وجود امام، یعنی معتقد بودن که یک این وجود امام بعد از پیغمبر ضرورت داره و این در حقیقت جزء باورهای اساسی امامی است که به خصوص شیخ مفید و سید مرتضی روش تئوری پردازی کردن. ممکنه سوال کنیم که اون دو تا متکلمی که در مسائل اعتقادی قائل به ادله نظری و کلامی و استدلالی هستند و در بیشتر مباحث میبینیم که بحث حدیثی رو مطرح نمی کنن از ائمه، بلکه میرن سراغ مباحث نظری و کلامی و استدلالی، پس چه چیزی رو موجب نیاز به و نیازمندی به امام میدونن؟ یه بحث خیلی درازدامنی است، بنده قصد ندارم وارد این بحث بشم با تفصیل، ولی اجمالا عرض کنم که در
میان امامیه درباره ملاکات نیاز به امام و حجت به تعبیری نیازی که به صورت مستمر هست و بدون اون در واقع حجت تمام نیست، هم اختلاف نظر وجود داشته و هم تفسیرهای متفاوتی بوده که لزوماً با هم اختلاف نداره، ولی دست کم از لحاظ نوع تفسیر مسئله امامت با هم فرق میکنه. خب برخی صرفاً این رو یک مسئله مربوط به شریعت میدونستن، یعنی معتقد بودن که حالا در مباحث نظری ما میتونیم استدلال‌های عقلی بکنیم و شاید در امهات مسائل نظری ما اصلا نیازی به نه پیغمبر داریم نه امام داریم، به این معنا که اونها به ما این تعالیمو بدن، نیازمون به دلیل دیگه است که الان عرض خواهم کرد. ولی اصل بحث حجیت وجود، یعنی ضرورت وجود حجت، بحث حجیت در شریعت و فقهه که امام در واقع کسی است که ما میتونیم به قول او در تکالیف سمعی، یعنی تکالیف شرعی، استناد کنیم. این دیدگاهی بوده که از قبل بوده و از قدیم بوده و به اصطلاح خیلی دیدگاه مهم و مطرحی است. حالا در کنار این و گاهی در واقع در کنار این، نه لزوماً برخلاف این، این استدلال وجود داشت که نه، ما صرفا مسئله تکالیف سمعی نیست، بلکه وجود امام به عنوان یه ضرورت عقلی هم مطرحه. این رو به خصوص شریف مرتضی خیلی خوب بحث کرده و در واقع یکی از ابتکاراتی است که شریف مرتضی در بحث امامت داره و ما اینجا فرصت نمی کنیم وارد این بحث بشیم. در بحث دیگه‌ای بنده قبلا این رو بحث کردم و امیدوارم که نتایج اون بحث ها وقتی منتشر بشه. اون چه که در این چارچوب باید گفت این است که ادعی که به نظر خیلی مهمی هم هست این بوده که خب ما در واقع فارغ از بحث ضرورت عقلی وجود امام، باید تکلیف این مسئله رو روشن کنیم که جایگاه امام در معارف دینی چیه؟ حالا غیر از مسائل مربوط به فقه و شریعت، تو مسائل معرفت دینی، یعنی اعتقاداتی که در ارتباط با اصول دین خدا و صفات خداونده، جایگاه پیغمبر و امام چیه؟ آیا اساساً ما نیازی به وجود پیغمبر و امام داریم برای اینکه متوجه تکالیف نظری یا به در واقع تکالیف اعتقادیمون بشین؟ دست کم حالا تکالیف شرعی و فقهی روشن‌تره همونطور که عرض کردم، یا نه ما انسان مستقل در در معرفت خداوند نیازی به پیغمبر و امام نداره و صرفا این نیاز نیازی است در مسائل شرعی؟ در این میان میشه یک فرض دیگه گرفت که در واقع این فرض رو در حقیقت فرضی است که بیشتر بحث شده و امروز بنده یه مقداری میخوام صحبت بکنم، و اون این که درست است که عقل مستقل است در معارف مربوط به خدا، یعنی معرفت خدا رو برای عقل و استدلال نظری ممکنه، اما در این حال به توضیحی که گفته میشده وجود پیغمبر و بعد امام ضرورت داره یا دست کم مفیده، یعنی یکی از دو حالت، یا ضرورت داره یا دست کم مفیده. این چیزیست که در واقع در میان بحث هایی که بین شیخ مفید و سید مرتضی هست مطرح بوده. من اجمالا عرض کنم که خب میدونیم که برخی معتقد بودن که عقل کافی نیست در معرفت خداوند، بنابراین همیشه نیاز به تعلیم انبیا هست یا تعلیم ائمه، یعنی عقل در معرفت مربوط به خدا ممکن است لازم باشه ولی کافی نیست، به دلیل اینکه عقل یه جاهایی به اختلاف میرسه. وقتی شما به اختلاف میرسین ملاک حق رو از دست میدید و عقل نمیتونه اون حرف نهایی رو بزنه. اگر
در واقع فصل الخطاب با عقل بود، وقت میتونستیم بگیم عقل کافیه، و چون فصل الخطاب با عقل نیست، پس بنابراین وجود پیغمبر و انبیا و ائمه و تعلیم اونها ضروریه. این دیدگاه بدین شکل مورد تایید امامیه نبوده، یعنی حداقل تفکر متکلمین مثل شریف مرتضی این نیست. از دیدگاه شریف مرتضی استدلال‌های عقلی کافیه برای معرفت خداوند. حالا اگر پیغمبر وجودش مفیده، به تعبیری است که به توضیحی است که حالا شریف مرتضی میگه به من عرض خواهم کرد، یا اینکه شیخ مفید میگه که ضروریه، باز به توضیحی که خواهم گفت. یعنی فرق بین شیخ مفید و سید مرتضی صرفا سر این است که علاوه بر این که ما معتقدیم که عقل کافی است و میتونه و در واقع ابزار لازم رو برای معرفت خداوند داره، آیا برای تکلیف وجود انبیا ضروریه اونجوری که شیخ مفید میگه، یا به تعبیری که شریف مرتضی میگه با وجود اینکه عقل کافی است اما وجود انبیا و ائمه مفید میتونه باشه، ولی از دیدگاه او دلیل وجود پیغمبر و امام به این خاطر نیست، بلکه به خاطر در واقع یا تکالیف سمعی است یا به یه ضرورت عقلی که او در بحث مربوط به ضرورت وجود پیغمبر و امام مطرح میکنه، ولی مستقل از معارف دینی، معرفت مربوط به خداوند. به تعبیر دیگه شریف مرتضی در مباحث مربوط به معرفت خدا وجود پیغمبر و امام رو در شرایطی مفید میدونه، اما در ضرورت عقلی وجود پیغمبر و امام رو مرتبط نمی کنه با این مسئله معرفت خداوند، بلکه اون رو به در حقیقت واجبات عقلیه، تکالیف عقلیه مستند می کنه که اون تکالیف عقلیه در حقیقت ضرورت عقلی وجود پیغمبر و امام رو در حقیقت لازم میاره. خب میدونم این توضیح یه مقدار مبهمه برای اینکه ما وارد جزئیات نمیخوایم بشیم، ولی فقط خواستم کلیتی از موضوع رو بگم که شریف مرتضی در بحث معرفت خداوند عقل رو کافی میدونه، وجود پیغمبر و امام رو البته در شرایطی مفید میدونه به توضیحی که خواهم گفت، اما نمیاد ضرورت عقلی وجود پیغمبر و امام رو پیوند با این مسئله بزنه، مسئله معرفت خداوند، بلکه اون رو یک ضرورت عقلی در ارتباط با تکالیف عقلیه میدونه و به همین دلیل به وجوب عقلی هم پیغمبر و هم امام از نقطه نظر قاعده لطف و دیدگاه بحث لطف در واقع میپردازه که یه موضوع کاملا مستقلی از مسئله معرفت خداوند و صفات خداوند. اینجاست که ببینید که مرتضی در واقع یک مکتب کاملا عقل‌گرایانه رو میخواد تبیین کنه. در اون مکتب حتی وجود پیغمبر و امام هم متکی بر یک ضرورت عقلی است که با استدلال عقلی بدون کمک هیچ گونه بحث سمعی و نقلی قابل اثباته، و نه تنها این مسئله یعنی ضرورت وجود پیغمبر و امام از دیدگاه عقلی قابل اثباته، بلکه فراتر از اون میره، میگه معرفت خداوند هم صرفا بر اساس استدلال عقلی ممکنه، گو این که البته یک شرایطی برای اون لازم میدونه که در اون شرایط وجود پیغمبر و امام رو مفید میدونه. حالا اگر این توضیح خوب باشه تا اینجا و امیدوارم که خیلی پیچیده نشده باشه، من سعی میکنم با خوندن عبارات تا اندازه‌ای این مسئله رو حل کنم. ببینید شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات این مسئله رو مطرح کرده که میگه که در صفحه 44 میگه که و اتفقت الامامیه علی ان العقل محتاج فی علمه و نتائجه الى السمع
از این جمله شاید خیلی واضح‌تر نباشه که امامیه متفقند، یعنی اجماع دارن، اتفاق نظر دارن که عقل در علم، یعنی اون چیزی که معلوم عقل قرار میگیره، مورد یقین عقل قرار میگیره و نتایج اون به سمع محتاج. خب اگه شیخ مفید اینو میگه، یعنی ظاهرا نظرش مثلا به کسی مثل شریف مرتضی یا حداقل اسلاف شریف مرتضی هم هست، یعنی چیزی نمیگه که شریف مرتضی خلافش گفته باشه طبعا، چون این اتفاق رو به همه امامی نسبت میده و اون چیزیست که ما هم میتونیم بفهمیم در اگه حتی شریف مرتضی رو مد نظر قرار بدیم. و انه غیر منفک عن سمع ینبه العاقل على کیفیت الاستدلال. این که اینجا رو در واقع دو قسمت هست. قسمت اول این که میگه عقل محتاج فی علمه و نتایجه الى سمع هست. نتایج رو میشه فهمید، برای اینکه شما وقتی که استدلال عقلی میکنید نهایتا میگید خدا وجود داره، به اون معرفت عقلی پیدا میکنید، ولی بعدن تکالیف به خصوص تفاصیل و جزئیاتش، اون وقت نیاز به سمع دارید که در حقیقت اون عقل اونجا به یه نتایجی منجر بشه. یعنی در واقع اینجا وقتی نتایج میگه میتونه نظر شریف مرتضی و کسانی مثل شریف مرتضی رو هم شامل بشه، به این معنی که وقتی ما استدلال عقلی میکنیم بر معرفت خدا و بعد به تکالیف عقلی، نهایتا این منجر میشه به این که ما شناخت از پیغمبر پیدا میکنیم. اگه پیغمبر بیاد معجزه‌ای باشه داشته باشه، میتونیم به معجزش ایمان بیاریم و بعد نتایج اون در واقع مرتبط با سمع میشه. اما این که بگیم محتاجون فی علمهی، که عقل محتاج فی علمهی به سمع هست، اینو با توضیح دار. آیا معناش این استش که شیخ مفید میخواد بگه که استدلال عقلی کافی نیست، لازمه، ولی اون چیزی که جنبه مثلا تکمیل کننده اون داره سمعه؟ خب این آشکارا با نظر شریف مرتضی هم توی که پلا خواهیم خون مخالفه. یا این که چیز دیگه یه رو میخواد بگه اینجا که حالا توضیح خواهم داد. ببینید میگه و انه غیر منفک عن سمع ینبه العاقل على کیفیت الاستدلال. میگه در واقع ما برای اینکه استدلال عقلی بکنیم، اون ترتیب ادله که مثلا از کجا شروع کنیم، مثلا از حوادث و اعراض در عالم و اجسام شروع کنیم و بعد بگیم که پس این نیاز به یه محدثی داره، خداوند باید باشه، یک عالم محدث هست و از طریق مثلا عروض احداث و اعراض میفهمیم که عالم نمیتونه متکی بر وجود یک محدث نباشه مثلا. بعد میگه این کیفیت استدلال تنبیه به کیفیت استدلال، یعنی ما رو توجه بده که مثلا به چی فکر بکنید تا از فکر کردن در رابطه با اون خودتون بتونید استدلال کنید. چون گاهی اوقات ممکن است شما بگید که عقل میتونه استدلال بکنه، ولی ممکنه غافل باشه از این که توجه کنه به اینکه از کجا شروع بکنه، اون چه مبنایی شروع کنه که برسه به معرفت خداوند. انبیا و سمع میان در واقع آدم رو ملتفت میکنن به این که مثلا از باب برهان نظم یا مثلا از طریق توجه به در واقع حدوث اعراض ما توجه کنیم و استدلال کنیم. وقتی استدلال میکنیم عقل کافی است، میتونه این استدلال بکنه، اینطور نیست که ناتوان باشه، عاجز نیست. ولی سمع و انبیا در واقع میان آدم دست آدم رو در واقع میگیرن، دست عقل رو میگیرن، میگن بیا این از این پله شروع کن، پله اول دست کم با آدم نشون میدن. به تعبیری شیخ مفید این نظر رو معتقد بوده، یعنی میگفته که در واقع سمع ینبه هست، تنبیه میکنه عاقل رو. ببینید تعبیر عاقل رو میگه، یعنی عقل رو بس معتقده بهش، میگه عقل وجود داره و لازمه،
کافی هم هست، اون نظر رو نیستش که کافی نیست، به این دلیل که عقل در نهایت نمیتونه تکلیف مسئله رو روشن کنه. بگه روش به اصطلاح عقل هم لازمه هم کافی، فقط در حد تنبیه هست که سهم کمک میکنه. چون تنبیه غیر از این نیستش که شما بگید تعلیم، یه وقت هست میگید که نه عقل اصلا یه جاهایی در واقع لنگه، نمیتونه و باید به اصطلاح همون تعبیری که پای استدلالیان چوبین بود، یعنی یه جاهای دیگه باید اینو گذاشتش کنار و سراغ انبیا رفت، برای معرفت خداوند. اینجا دیگه عقل کاری نیست، کارگر نیست، ابزارش کار نمیکنه. شیخ مفید میگه نه ابزار کار میکنه، منتها دستش رو میگیره انبیا، سمع بهش نشون میده، میگه اینجا از اینجا شروع کن، تنبیه منبه براش، در واقع بهش تذکر میده که از کجا شروع کن. خب اینجا در واقع تفسیر اون قسمتی است که میگه ان العقل محتاج فی علمهی، این احتیاج رو. حالا یه وقت از شما میگید که صرفاً انبیا میتونن این کارو بکنن، اون وقت میتونید بگید محتاج یعنی احتیاج 100%. یه وقت هست میگید که نه انبیا هم میتونن این کارو بکنن، ولی فقط انبیا نیستن که این کارو میکنن، ممکنه حتی یه کسی دیگه هم همین نقش داشته باشه، یا عالم ممکنه، یا یه اتفاق، حتی شما ممکنه یه چیزی تو زندگیتون اتفاق بیفته که به شما توجه بده، تذکر بده، بدید سراغ این استدلال. شریف مرتضی این دیدگاه داشته، یعنی معتقد بوده که نباید ضرورت وجود پیغمبر و امام رو به این بست، برای اینکه این کار رو غیر پیغمبر و امام هم میتونن بکنن. در حالاتی نیاز به تنبیه نیاز داریم، وجود داره، و این کار رو هم انبیا میتونن بکنن، هم ائمه، هم غیر انبیا و ائمه. بنابراین این رو نمیشه فقط صرفا این احتیاج رو در این چارچوب دید. بله این احتیاج در مورد برخی وجود داره، به توضیح که خواهم گفت، اما این احتیاج رو فقط انبیا و ائمه نیستن که برآورده میکنن، غیر انبیا و ائمه هم میتونن برآورده کنن. بنده هیچ چیزی ندیدم که شیخ مفید خلاف این حرف رو زده باشه، یعنی بنده در کتاب های آثار شیخ مفید کتاب حال دیدم، اون چه موجوده، چیزی تا به حال ندیدم که مخالف این نظر باشه. به همین دلیل هم هست که تعبیر و تفقت الامامیه میکنه. پس بنابراین تا اینجاش بین شیخ مفید و سید مرتضی اختلافی نیست، منتها فرقش اینست که شیخ مفید توضیح زیادی نداده، شریف مرتضی بعدن تو آثارش به قدری توضیح داده که ما میتونیم به راحتی منظور او رو بفهمیم. پس بنابراین در این قسمت شریف مرتضی توضیحاتش میتونه مفید باشه، ولی اختلاف نظری با شیخ مفید نداره. منتها اینجا یک نکته ای رو اضافه میکنه شیخ مفید، و اون این که میگه انه لا بد فی اول تکلیف ابتدایی فی العالم من رسول، میگه لا بد، این که ناچارن باید در اول تکلیف و ابتداء تکلیف در عالم یه پیغمبری باشه، که بدون اون پیغمبر اصلا تکلیفی معنیه. خب اینجا منظور از تکلیف چیه؟ یه وقت هست شما میگید که ما منظورم تکلیف سمعی و شرعیه، خب این رو که همه اتفاق دارن، تکلیف شرعی و سمعی رو فقط پیغمبر میرسونه، عقل که نمیتونه تکلیف سمعی رو بگه، مثلا اینکه ما نماز باید بخونیم، کیفیت نماز، اینا چیزایی است که فقط انبیا میتونن بگن، پیغمبر میتونه بگه که مثلا شما نماز اینجوری بخونید، اینجوری مثلا فرض کنید روزه بگیرید، تکالیف سمعی به اصطلاح. اما اگر مقصود تکلیف عقلی باشه، یعنی فراتر از اون تکالیف عقلیه باشه، خارج از تکالیف سمعی، اینجا که منظور همین هم هست، چون جا میگه ولا بود فی اول تکلیف، اول تکلیف، تکالیف عقلی، میگه پیغمبر بود باشه. حالا اینجا اختلافی که ممکن است به نظر برسه بین شیخ مفید شریف و مرتضی این استش که
در رابطه با این مسئله نیست، در رابطه با نوع توضیح در رابطه با این مسئله است. شیخ مفید توضیحی نداده، اما وقتی ما توضیح شریف مرتضی رو بفهمیم شاید بتوانیم بگیم که اینجا در واقع فرق شریف مرتضی با شیخ مفید در این استش که تأکیدی است که شیخ مفید میکنه بر وجود، بر ضرورت وجود پیغمبر برای اصل تکلیف، و این چیزی است که شریف مرتضی به این کیفیت و با این توضیح شاید باش موافق نباشه. حالا این توضیحی که خواهم داد. چرا من میگم که اینجا یه جور فرق هست بین دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی؟ برای که بلافاصله شیخ مفید میگه و وافق هم فی ذلک اصحاب الحدیث، اینجا کارو خراب میکنه. اگه اینو نمیگفت شیخ مفید شاید راحت تر میشد فهمید که اینجا مقصود خیلی متفاوت با دیدگاه شریف مرتضی نیست. ولی وقتی میگه و وافق هم فی ذلک اصحاب الحدیث و اجمعت المعتزله و الخوارج و زیدی علی خلاف ذلک، معلومی که یه اختلاف نظر اساسی تری بین شیخ مفید و سید مرتضی هست که حداقل در توضیحش که حالا خواهم گفت. میگه که چرا اینا مخالف با دیدگاه من و امامیه و طفقت الامامیه که میگه مخالف با دیدگاه معتزله و خوارج و زیدیه است. میگه که و زعمو، یعنی اونها به خاطر اینکه معتزله و خوارج و زیدیه، میگن ان العقول تعملو به مجردها من السمع و التوقیف، یعنی میگه که عقل خودش بدون سمع و توقیف از طرف خداوند، یعنی اون چیزی که از طرف خدا برسه، این میتونه عمل بکنه، نیازی به به اصطلاح حالا بحث امامت که اصلا حتی نیست، نبوته، یعنی برای تکلیف عقل کافی. دیدگاه معتزله و زیدیه و خوارج با توضیحی که مفید میده اینه که در واقع عقل کافی است تعمل به مجرده ها من السمع و التوقیف. میگه دیگه اینجا نیازی نیست از دیدگاه اونا، نه عقل کافی است، پیامبر برای اصل وجود تکلیف لازم نیست. اینجا در واقع این توضیح شیخ مفید یه مقدار میتونه تا اندازه‌ای مسئله رو برای ما نیازمند توضیح بکنه و اینکه باید فهمید که دقیقا مقصودش چیه. بعد میگه الا ان البغدادیین من المعتزله، میگه بغدادی ها، یعنی مکتب بغدادی ها از معتزله، اینا البته فرق میکنن با سایر معتزله خاصتا، یعنی میگه اینا فقط این گروه که میدونیم شیخ مفید به دیدگاه اینا خیلی اعتنا داشته، یوجبون الرساله فی اول التکلیف، میگن در اول تکلیف در واقع واجب میدونن وجود رسالت رو، ولی بقیه معتزله واجب نمیدونن. و یخالفون الامامیه فی علتهم لذلک، میگه ولی ما درسته که ما امامیه، کل امامیه حتی میگه اتفاقت الامامیه، میگه درسته که ما هم همینو میگیم، ولی دلیلی که ما میگیم با دلیل اونا فرق میکنه. ما یه دلایلی میگیم که اضافه بر دلایل اوناست، اونا یه دلایل و عللی میگن که ما اونا رو قبول داریم، ولی به یه چیزایی هم اضافه میکنیم. چی میگه؟ میگه و یخالفون الامامیه فی علتهم لذالک و یثبتون عللا یصححها الامامیه و یضیفونها الی علتهم فی ما وصفناه. خب ببینید اینجا خیلی روشنه، یعنی دیدگاه کل امامیه رو میاره مقابل معتزله قرار میده، فقط معتزله بغداد رو استثناء میکنه. در اونجا هم میگه که البته اونا علتی هایی که بیان میکنن غیر از علت هاییست که امامیه میگن، ولی دلایلی که امامیه میگن هست، منتها اون عللی که بیان میکنن بر این در این دلایل و استدلالات، اینا رو امامیه یصححونها، یعنی اون علل رو در این استدلال های در این استدلال عقلی، اون بیان علل رو قبول دارن و میگن که درسته، یصححونها، ولی یه چیزای دیگه هم بهش اضافه میکنن. خب اگه ما اینجوری نگاه کنیم به این عبارت، نشون میده که شیخ مفید در واقع یه دیدگاهی رو به کل امامیه داره نسبت میده، خیلی هم واضح و آشکار. و حالا ببینیم که مرتضی چی میگه، آیا مرتضی یک کمی اختلاف داره یا نه،
چون به خصوص عرض کردم اینجا تعبیر شیخ مفید اینه که و وافقهم فی ذلک اصحاب الحدیث، یه مقدار این نیاز به توضیح داره، کار رو یه مقدار خراب میکنه، که انبو میخواد یه دیدگاهی رو بگه که بعدن ما میدونیم که مرتضی حرفاش حداقل با اصحاب حدیث در این قضیه مخالف. اینجا به خصوص که شیخ مفید میگه که معتزله بغداد، خب سید مرتضی که متعلق مکتب بغداد نبوده، مکتب بصری بوده، بهشمی بوده، اونا آرای اونا رو بیشتر نمایندگی میکرده، بنابراین شاید بشه بعد اینجا این اختلاف رو دید. متو قبل از اینکه من کتاب آراء شریف مرتضی رو بخونم، اینجا یه توجهی میخوام بدم به این نکته که فراموش نکنید که اونجایی هم که شریف مرتضی ضرورت عقلی وجود امام رو مطرح میکنه یا پیغمبر رو، اونو در چارچوب تکالیف میبینه، تکالیف عقلی دست کم، یعنی میگه که برای تکالیف عقلی وجود امام ضرورت عقلی داره. توضیحش خیلی مفصله که او چطوری برای تکالیف عقلی، در حقیقت تکالیف عقلی که انسان داره، ضرورت وجود امام رو ضرورت عقلی میدونه. میگه حتی نیاز به شنیدن این ضرورت یا استدلال یا اشاره به اون از طریق سمع نیست، حتی با خود عقل هم میشه فهمید که وجود امام ضروریه. اگه اینو توجه داشته باشیم، پس میفهمیم که اینجا هم که تکلیف داره شیخ مفید میگه، کلی میگه که شامل تکالیف سمعی فقط نیست، تکالیف عقلی هم هست، پس عبارت شیخ مفید میتونه ناظر به این بحث کلی در نبوت و امامت باشه که شریف مرتضی باش مخالفتی نداره. من تا اینجا میخوام اینو بگم که دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی دست کم در این مسئله اختلاف نداره که عقل ابزار لازم برای معرفت خداوند رو داره و اگر که سمعی نیاز هست، این صرفا در حد تنبیه بر اینکه مثلا به ما اشاره کنن، دست ما رو بگیرن که ما چگونه نظر عقلی بکنیم. حالا آیا این دیدگاهی است که نشون میده که حتما باید پیغمبر باشه یا امام باشه یا نه، وجود اونها مفیده و غیر پیغمبر و امام هم میتونن این کار انجام بدن، این یه بحث کلی است. اما فراتر از این، اونجایی که بحث تکلیفه، چون شیخ مفید کلی میگه تکلیف عقل، تکلیف و تکلیف عقلی و سمعی رو هر دو رو شامل میشه، این با نظر شریف مرتضی در کلیتش مخالفت نداره، با اون اینکه وجود پیغمبر و امام اساسا برای تکلیف لازمه. اما توضیحی که باید در این زمینه شریف مرتضی بده، این با اون کلیتی که شیخ مفید در اینجا داره طرح میکنه ظاهرا یک مقداری اختلاف داره. متاسفانه شیخ مفید توضیح بیشتری اینجا نداده، ولی وقتی ما سراغ شریف مرتضی میریم میتونیم دست کم روشن کنیم که شاید مثلا در کجاها بین شیخ مفید و در حقیقت سید مرتضی نوعی اختلاف بود. حالا من برای اینکه این رو توضیح بدم، لازم است که از اینجا در واقع شروع کنم که شاید بهتر باشه که قبل از اینکه حرفای خود شریف مرتضی رو در بحث تکلیف ببینیم و اینکه نقش عقل چیه، دیدگاه او رو درباره همین مسئله تنبیه و نسبتش با وجود و ضرورت وجود امام ببینیم و ببینیم که آیا اینجا می شود اختلافی دید در بین امامیه یا نه. سید مرتضی در کتاب الشافی این تعبیر رو داره، میگه فاما قول بعض اصحابنا، یعنی این که برخی از اصحاب ما گفتن که امام انه ينبه علی الادله و النظر فیها، یعنی امام وجودش ضروریه
ضرورت امامت رو بردن رو این باب که مثلا چون ما در تنبیه بر ادله نیاز به کسی داریم، میگه اگر ضرورت رو بیاییم تقلیل بدیم به این، چون شریف مطلق اصلا ضرورت رو ضرورت عقلی میدونه و میبره جای دیگه، میگه درست نیست که این کار رو بکنیم که ضرورت وجود امام رو تقلیل بدیم به بحث تنبیه، چون تنبیه رو دیگران هم میتونن انجام بدن. میگه فالحاجه لا شک فی ذلک الیه واضحه، میگه بله واضحه که امام یا پیغمبر خیلی وجودشون مفیده، یه حاجتی هست بهشون، یعنی این حاجت رو میشه سراغ اونا رفت در جایی که تنبیه ادله میکنن، یعنی میگن آقا شما اگه میخواین استدلال کنید بر وجود خدا مثلا از اینجا شروع کنید، یا تنبه به آدم میدن دست کم، یا ترتیب ادله رو میگن، یا دست کم تنبه به آدم میدن، آدمو به نحوی میکشونن، هول میدن به سمت استدلال عقلی کردن، به توضیحی که حالا خواهم گفت. میگه در این تردیدی نیست، الا انه لیس یصح ان یتعلق فی ایجاب الامامه بما یجوز ان یقوم غیر الامام مقامه. میگه ولی در بحث ضرورت و ایجاب امامت درست نیستش که ما بگیم یک کاری رو چون امام و غیر امام هر دو میتونن انجام بدن بعد بگیم این دلیل ضرورت وجود امام، خب میگه دلیل انحصاری نیست، در غیر امام هم میتونه این کار انجام بده، پس این دلیل نیست بر ضرورت وجود امام. و قد یجوز ایضا ان ینبه علی الادله، ان ینبه علی الادله و نظر فیها غیر الامام، یعنی غیر امام هم میتونه این کار انجام بده، مثلا یک کسی ممکنه با آدم بگه که در واقع هیچ فکر کردی در مورد وجود خداوند، اینکه این عالم یک خالقی داره، این هستی بی اصل و بی ریشه نیست، این آدم رو هول میده به فکر کردن. یا حتی ممکنه بگه که از کجا شروع کن، پله اول از کجا شروع کن، مثلا ترتیب ادله رو به ما بگه، این آیا غیر امام هم میتونه این کار انجام بده؟ بنابراین مرتضی میگه که این کار نادرسته، من هیچ دلیل نمیبینم که شیخ مفید، یعنی هیچ چیزی که بتونه ثابت کنه که شیخ مفید خلاف این دیدگاه داشته. البته جزئیاتی در اینجا قابل بحث هست، منتها شیخ مفید در اینجا مخالفتی با شریف مرتضی نداره، ولی یه تعدادی از امامیه چرا کسانی بودن که بحث ضرورت و ایجاب امامت رو میکشوندن به بحث تنبه بر ادله یا تنبیه بر ادله. و قد یجوز ایضا ان یتفق لبعض المکلفین الفکر فی ما یدعو الى النظر من غیر خاطر ولا منبه ولی یستغنی عن المنبه ولا یکون عندنا مستغنی عن الامام. یه با وجود اینکه ما معتقدیم به ضرورت عقلی و به قاعده لطف، هیچ راهی نیست که ما بتونیم از وجود امام مستغنی بشیم، ولی اگه کسی بخواد از این چارچوب وارد شه، ما نه تنها غیر امام میتونه این کار انجام بده، حتی میشه فرض کرد کسی بدون تنبه هم بره سراغ معرفت خداوند و وجوب نظر و بحث های استدلالی و نظری. یعنی اصلا ممکنه یک کسانی باشن که اینقدر حواسشون جمعه که بدون وجود پیغمبر و امام هم، بدون اینکه کسی بهشون تنبه بده نسبت به ضرورت معرفت خداوند، اینا معرفت پیدا بکنن، بنابراین هیچ نیازی حتی از اینجا و از این نقطه نظر به هیچ منبهی از جمله امام و پیغمبر ندارن. چرا؟ چون میگه که بعضی از مکلفین حتی میتونن برن سراغ نظر و استدلال‌های عقلی من غیر خاطر ولا منبه، بدون اینکه خاطری وجود داشته باشه یا منبهی، بل یستغنی عن المنبه ولا یا حتی به تعبیری جوری میشه خون ولا یستغنی عن المنبه ولا یکون عندنا مستغنی عن الامام. خب اینجا ممکن سوال بشه که این خاطر و منبه چیه، اینجاست که یه مقدار توضیح میخواد. من یه توضیح کلی میدم، بعد شاید دو سه تا از عبارات رو بخونم که نزدیک بشه اگه فرصت بکنیم، فرصت منم کمه. این ممکنه بحث جالب باشه، اینکه ما چگونه به خدا معرفت پیدا میکنیم. خب یکی راهشون اینه که بگیم پیغمبر اومده گفته خدا هست، ما هم گفتیم خب پس خدا هست، اینم یه راه شده، یعنی
بگیم چون پیغمبر گفته بس خدا هست. یه راهش اینه که بگیم که خداوند خودش معرفت به خودش رو در ما قرار میده. اینم یه طرفدارایی داشته در طول تاریخ، یعنی میگفتن خود خدا معرفت به خودش رو در ما قرار میده. حالا کیفیت قرار دادنش چگونه است، اینا دیگه جزئیات. پس بنابراین ما کاری نیستیم، خدا قرار میده و ما معرفت خدا پیدا میکنیم. حالا اینکه به چه کیفیت و اینا خیلی بحث زیاد شده در این موضوع، ولی من وارد این بحث نمیشم چون واقعا فرصت نیست. همیشه 10 جلسه هم بحث کنیم کافی نباشه. اما یه دیدگاه هم این بوده که متکلمین معتزلی میگفتن عموما، البته اصولا در کلام این بحث مطرح بوده، که میگفتن که نه، ما خود انسان با عقلش میرسه به این که خدا وجود داره. ما هم که خود پیغمبر گفته خدا هست که دلیل نشد بر این که خود اون پیغمبر رو ما از کجا میفهمیم که در راست میگه. بنابراین عقل باید این نمیش برسه. منطقه خب کیفیت این که این عقل بهش برسه برای معتزله و برای متکلم همشه یه سوال بوده. خب ادعای عمومی این بوده که اگر که کسی واقعا بیاد فکر بکنه و استدلال بکنه، میرسه به این که خدا هست. اما سوال این بوده که چگونه آدم به این نقطه نظر میرسه که باید بره استدلال بکنه، چون اگه استدلال نکنه که خب نمیرسه به این مرحله. یک راهش اینه که مثلا انبیا و ائمه و اینا هستن میگن که خدایی هست و آدم میره سراغ این استدلال، یا اینکه حتی کسان دیگه‌ای هستن که میگن آدم سراغ این استدلال میره. ولی باز سوال اینجاست که اساساً چه چیزی موجب میشه که عقل بیاد این کار انجام بده و در واقع نه تنها حدودش لازم باشه بلکه کافی هم باشه، یعنی در واقع بتونه خدا رو بشناسه بدون اینکه نیاز داشته باشه به اینکه حرف پیغمبر رو بشنوه تا بگه خدا هست. استدلالش بر خود وجود خدا چی میتونه باشه؟ این بحث رو در اون چارچوب بحث مطرح میکردن که میگفتن که عقل در تشخیص حسن و قبح مستقله، یعنی به عقلی بودن حسن و قبح. گفتن که حسن و قبح اشیا از طریق عقل قابل کشفه و بنابراین بعضی چیزها رو عقل حکم میکنه و یعنی حکم به تعبیر ضرورتش میکنه، ضرورت عقلی داره براش. مثلا میدونه که ظلم بده و به بد بودن ظلم واقف عقلا، یا عدل رو مثلا حسن میدونه، اینکه عدل حسن هست و حسن داره، این رو به عقل میتونه کشف بکنه. از جمله چیزهایی که میتونه بفهمه اینه که در واقع میفهمه که مثلا کسی اگر به شما یه نعمتی داد، شکر نعمت واجب عقلن، یه چیز خوبیه، حسن بودنشو میفهمه. که آدم وقتی یه کسی به کسی نعمتی داده، بهش یه لطفی کرده، شکر منعم باید بکنه. این رو هم از لحاظ عقلی میفهمه. خب این میتونه مبنایی باشه برای معرفت خداوند. چگونه؟ بر این که آدم تو این عالم این با همین ضرورت های عقلی که میتونه عقل کاشف از حسن و قبحش باشه، میتونه از همجا شروع کنه. مشکل از اونجا شروع میشه که شما میخواید بگید که از کی انسان متوجه میشه و توجه میکنه به این که باید بره سراغ استدلال عقلی برای شناخت خدا. چون ممکنه شما
عقلی رو در نظر بگیرید که حسن و خوب اینها رو درک میکنه یا شکر منعم رو میفهمه، ولی این که باید بره استدلال عقلی کنه بر وجود خدا رو که و بعد بتونه شکر منعم در واقع عملا چون منعمی که جز خدا نیست تحقق پیدا بکنه، از طریق عقل ممکن بشه. اینجاست که گفتن که یعنی یکی از نظرهای خیلی جالب که شریف مرتضی روش تکیه میکنه این بحثه که اگر انسان به طریقی بفهمه که دفع ضرر یک ضرری وجود داره و بفهمه که خب دفع ضرر در حقیقت واجبه، یعنی عقل حکم میکنه به این که آدم ضرری که برش میداره میرسه و اون رو واقعی میدونه به هر طریقی شده دفعش کنه. اگر که بفهمه که به نحوی که مثلا سراغ معرفت خدا نره ممکنه یک ضرری براش حتی ضرر محتمل، یعنی نه تنها ضرر واقعی که داره میبینه که دفعش واجب عقلن، یعنی ضرورت عقلی داره آدم میفهمه این که باید دفع کنه، بلکه ضرر محتمل یعنی احتمال ضرر بده، دیگه من اگه بی اعتنا باشم مثلا به این استدلال یا این که خدایی هست مثلا یک ضرر محتملی ممکنه در این عالم یا در عالم محتمل دیگه‌ای به من برسه، بنابراین این دفع ضرر محتمل رو میگن مقدم است در اینکه آدم میره سراغ نظر و استدلال عقلی برای وجود خداوند. منتها این ضرر رو آدم از کجا بفهمه؟ چون آدم ممکنه این ضرر رو اصلا هیچ وقت متوجه نشه که وجود احتمالی داره. یک راهش اینه که انبیا و اولیا و ائمه و اینها میان بگن آقا خدایی هست، تکالیفی هم آورده، شما بی اعتنا باشید، خلاصه این یک ضرر عظیمی بر شما خواهد داشت، برای اینکه عدم شناخت خدا خودش یعنی جهل نسبت به وجود خدا، این یک نوع ضرر بزرگی بر انسان وارد میکنه، حالا چه در این دنیا چه در آخرتی که صحبت ازش میکنن. خب انسان این دفع ضرر محتمل عقلا با آدم میگه که پس بهتر انسان بره سراغ یک اینکه ادله مربوط به وجود خدا رو بحث کنه، نظر کنه و در واقع استدلال عقلی رو سراغش بره. گاهی اوقات ممکنه در عوامل دیگه‌ای حتی غیر لزوما همونطوری که قبلا عرض کردم ممکنه غیر امام و پیغمبر هم همچین چیزی رو به انسان این ضرر محتمل رو به انسان متذکر بشه. حتی ممکنه اتفاقاتی در زندگی بیفته که آدم بر اساس اون یه تنبیهی پیدا بکنه و بعد توجه کنه به حرفایی که اهل دین میگن و بعد بره سراغ نظر و استدلال تا خدا رو بشناسه. این رو هم در این پرانتز بگم، چون تا زمانی که این استدلال اتفاق نیفته عمل به تکلیف و تکالیف عقلی و بخش از تکالیف عقلی و سمعی اصلا ممکن نمیشه، بنابراین باید دست کم یک خوف ضرری باشه، ضرر احتمالی و آدم کشیده بشه به این مسئله تا بعداً در واقع امکان در حقیقت مسائل بعدی پیش بیاد. خب اگر فرض کنیم که در یک جایی قرار میگیریم که نه پیغمبری هست نه امامی هست نه به ای نحو امکان در واقع هیچ گونه تنبیهی نیست، هیچ گونه داعی حتی نیست که مثلا آدم رو متوجه کنه، یه مقداری آدم رو وسواس این که بره سراغ معرفت خداوند یا حداقل استدلال را بشنوه، گوشش رو شنوا کنه وجود نداشته باشه، اینجا معتزله میگفتن که بر خداوند هست که به نحوی به انسان این توجه رو بده، یعنی به این معنا که به طریقی
در حقیقت حالا تعبیری ازش به خاطر میکردن یا خواطر میگفتن، یه بارقه در واقع خاطری، یک جور الهامگونهی به نحوی که حالا اینکه کیفیتش چیه بحث های زیاد شده، آدم رو متوجه بکنه به اینکه باید این ضرر رو توجه کنه و بره سراغ استدلال، استدلال نظری. خب اگر که در واقع صرف همین دفع ضرر محتمل باشه، در جاییست که ضرر محتمل رو آدم بشناسه از یه طریقی، ولی اگر که این ضرر محتمل خودش حتی شناخته نباشه، در اونجا وجود یک خاطر، یک جور الهامگونه ای از طرف خداوند واجبه از دیدگاه معتزله، تا انسان رو وادار کنه به اینکه بره سراغ استدلال عقلی که تا خدا رو بشناسه. حالا اینکه این خاطر خودش از چه جنسیه، یا جنس مثلا کلام خداوند باید از نوع کلام الهام کنه، یا اینکه نوعی خلق اعتقاد در تک تک انسانهایی که بهش نیاز دارن، بحث زیاد شده. چون اگه بگیم اعتقاده، یه مشکلاتی درست میکنه از دیدگاه معتزله. اگه بگیم کلامه، باز یه جور دیگه. به هر حال در این زمینه اختلاف بود، ما این وارد این جزئیاتش نمیشیم. هر کس بخواد میتونه فصلهای مربوط تو کتابای کلامی هست، ولی اجمالا این که از این طریق در واقع دفع ضرر محتمل آدم رو بذاره به این سمت بره که معرفت خداوند رو، بره استدلال ها رو بشنوه، بره استدلال ها رو تنظیم کنه، ترتیب ادله بکنه. حالا در این چارچوب میگفتن که در واقع خود این که آدم خدا رو بشناسه یا خداوند این امکان معرفت رو قرار بده از نسبت به خودش، این خودش لطفیست. یعنی اساسا به همین دلیل هم میگفتن که این از واجباتیست که هم خداوند این رو قرار میده بر ما، و هم شناخت خدای واجب عقلیه، یعنی به این معنا که جزء تکالیف عقلیه، تکالیفی است که خداوند البته از طریق عقل به ما تکلیف رو فرستاده. یعنی در حقیقت این دیدگاه معتزلی بود که تکالیف خداوند صرفا از طریق سمع یا به ما نمیده. یه سری از تکالیف هستن که اینا تکالیفی هستن که ما از طریق عقل داریم، و میگفتن که این تکلیفی است که خدا واقعا بالفعل کرده از طریق عقل. چرا؟ چون اگر که در حقیقت ما این تکلیف رو برامون یعنی وجود داشته باشه و بعد این معرفت هم بر ما حاصل بشه، ما از طریق عقل بتونیم به خدا برسیم، در واقع این خودش کمک میکنه در این که ما اون واجبات عقلیهی که نسبت به خداوند داریم رو بهش عمل بکنیم. یعنی در واقع تکلیفی که بابت معرفت خدا هست و خود معرفت خدا هست، مثل یک لطفی میمونه، یک کمکی میمونه که به ما این کمک رو میکنه تا ما بریم سراغ واجبات عقلیه‌ای که بر ما هست. برای این که وقتی ما میدونیم که خدایی وجود داره که به ما ثواب میده بابت عمل به تکالیف عقلیمون، اون چیزایی که عقل واجب میدونه عمل به اونها رو، از جمله همین شکر منعم، بدونیم که اگر خلافش عمل بکنیم یا یعنی انجام ندیم عقاب هست. خب این مادامی که بدونیم که خدایی هست که این ثواب و عقاب رو میده، ما بشر در واقع راغب تر میشه، نوعی لطفه برای این که ما رو میکشونه، حل میده به سمت در واقع عمل به واجبات عقلی. بنابراین خود معرفت خداوند هم خودش بسان لطفه، کما اینکه واجبات سمعی هم لطفه. مثلا شما وقتی خداوند میگه نماز بخون، این تکلیف سمعی، این واجبات سمعی مثل کلطف میگن، تعبیری که به کار بردن، التافون فی الواجبات العقلیه میگن. یعنی میگن که برای واجب عقلی که ما باید انجام بدیم مثل لطف میمونه. چون شما وقتی نماز میخونید،
اولا نماز موجب به این میشه که شما در واقع کاری میکنید که به طاعت نزدیکترید، به طاعت خداوند، از معصیت خدا دورتر هستید و تشویق بیشتری میشید به اینکه واجبات عقلیتون رو انجام بدید. حتی برای اون چیزی که مثلا حسن عدل باشه و قبح ظلم باشه که این واجب عقلی است که ضرورتش رو عقل تشخیص میده و جزء تکالیف عقلی هم هست، برای اون در حقیقت شوق بیشتری دارید، در حقیقت کمکتون میکنه برای اینکه واجبات اخلاقی رو تون انجام بدید. بنابراین این واجبات عقلی که در حقیقت بخشش واجبات اخلاقیه، اون در واقع به تعبیری میشه گفت تکالیف اخلاقی است که انسان ها دارن. متکلمین میگفتن این تکالیف سمعی هم کمک در نهایت کمک به همونه، مثل لطفه برای اونها. چون شما وقتی بدونید که عقابی هست و ثوابی هست راغب ترید. اینها زمانی ممکنه که معرفت خدا وجود داشته باشه، چون اگر شما خدا رو نشناسید بنابراین نمیتونید تشخیص بدید که یک ثواب و عقابی هم وجود داره از ناحیه خداوند. بنابراین خود معرفت خداوند هم مثل لطف عمل میکنه برای عمل به اون تکالیف اخلاقی و به تکالیف عقلی. اونجایی که این ممکن میشه زمانی است که نظر و توجه به نظر و استدلال عقلی مورد عنایت انسان باشه. اینجاست که میگفتن که در واقع این اول واجباته، اول واجب عقلی همینجاست. یعنی منظور از واجب عقلی تکلیف عقلی است، نه اینکه ضرورت عقلی که انسان تشخیص میده. بله انسان ممکنه دفع ضرر محتمل رو تشخیص بده به عقل، یعنی به نحوی ضرورت عقلی است، واجب عقلی است. ولی تکلیف عقلی به معنای که خداوند از طریق عقل اومده به ما یه تکلیفی داده، اصلا ربطی هم به سمع نداره، هنوز پیغمبر هم ممکن نفرستاده باشه. ولی معتقد معتزله این بود که خداوند به همون لطف این تکلیف عقلی رو بر ما کرده، راهش رو هم بر ما ایجاد میکنه، یا از طریق انبیا و ائمه، حالا یا هر کسی که تنبیه بده یا داعی باشه برای اینکه انسان توجه به این در واقع استدلال های عقلی بکنه برای وجوب نظر و معرفت خداوند، یا نه از طریق خاطر همطور که گفتیم به نحوی آدم رو واداره به اینکه نگاه کنه به ادله. اگر که در حقیقت این اتفاق بیفته، اون امکان در حقیقت عمل به اون تکالیف عقلی که بخشش عرض کردیم تکالیف اخلاقی عقلی هست ممکنه. منتها اولین تکلیف عقلی رو همین تکلیف به وجوب نظر میدونن، یعنی خداوند در واقع این رو از طریق عقل بر ما واجب میکنه که ما بتونیم با توجه به اون چیزایی که عقل در شناخت اونها مستقل عمل میکنه، واجباتی است که ضرورت هایی است که عقل تشخیص میده، منتها این با کمک به اصطلاح عامل های بیرونی گاهی اتفاق میفته. گاهی شما در یه جامعه زندگی میکنید که عوامل بیرونی شما رو در واقع به طور طبیعی هول میده به این که بفهمید که یه بحث خدا تو جامعه هست، یه عده اومدن دارن میگن خدایی هست و دارن صحبت از خدا میکنن، یه ضرر محتملی رو هم بحث میکنن، شما خب به حکم عقل همونطور که حسن و عقلی رو میفهمید در ظلم و عقل میفهمید که در واقع دفع ضرر محتمل هم واجبه. هر انسانی میفهمه که باید اگه ضرر محتملی هست، اگه بدونه که تو این جاده که داره راه میره 2 کیلومتر اون ورترش یه پیوان درنده است که آدمو تیکه پاره میکنه، خب میره از اونجا راهشو عوض میکنه، میره مسیر دیگه درست میکنه. همینطور بنابراین حرف این بوده که اگر که در واقع از این طرق به دست بیاد، خب آدم دفع ضرر محتمل میکنه، میره سراغ ادله نظری وجود خدا، و الا شاید خاطر یه چیزی که خداوند در حقیقت آدم رو برانگیزانه برای اینکه به این سمت بره. این از اینجا شروع میکردن، معتقد بودن که در واقع اولین واجب، اگر یعنی اون تکلیف که خداوند کرده تکلیف نظره، وقتی نظر اتفاق افتاد، وقتی معرفت خداوند از طریق نظر اتفاق افتاد، حالا اینجا آیا
خود عقل، وقتی رسید به این مرحله، یه بحث هست میگید که ترتیب ادله، همچنین گفتیم تنبیه بر ترتیب ادله، ممکنه که بگید که خب پیغمبر یا امام یا حتی غیر امام و پیغمبر کمک میکنه. توجه به نظر همینطور ممکن است طریق داعی باشه، خود منبه باشه یا حتی خاطر باشه. ولی وقتی عقل رسید به این که حالا با خود استدلال کنیم، آیا اینجا باز نیاز داره به این که دونه دونه دست آدم رو بگیره پیغمبر و امام، یا نه یه چیز دیگه بالاتر از اون؟ آیا در حقیقت اینجا که میرسه عقل اصلا ناتوانه، عاجز از این که استدلال نظری بکنه؟ نه شیخ مفید، نه سید مرتضی و نه هیچ متکلم معتزلی معتقد نبوده. میگفتن که نه، عقل اینجا دستش پره، عاجز نیست، تواناست، میتونه استدلال بکنه. بنابراین تا این استدلال رو میتونه بکنه، بنابراین دین مبتنی بر عقله. چون شما تا وقتی که این اتفاق نیفته، تهش اینه که پیغمبر گفته خدا هست، استدلال نشد. ولی اگه شما به یه جایی برسید که استدلال عقلی رو شروع کنید، دیدگاه این بوده که استدلال عقلی مستقله در این که بتونه وجود خدا رو اثبات کنه، معرفت نسبت به خدا پیدا کنه. حالا اینکه کیفیتش چگونه است، آیا این کافیه یا نه، مثلا دین فقط میتونه استدلالی بر وجود خدا باشه، و آیا صفات خدا رو ما واقعا میشناسیم، اینجا بحثیست که بعدها شد که آیا اساسا اینا معرفت‌های واقعی است یا نه، معرفت‌هایی است که صرفاً در واقع یک جور ما علم پیدا می‌کنیم مثلا به اینکه خدا هست، اما اینکه معرفت حقیقی نسبت به وجود خدا پیدا کنیم، اون نیاز به یک به ایمان یا شهود، ایمان شهودی داره یا علم حضوری داره، یه چیزای دیگه که بعدا بحث شده. ولی حرف این بود که اساساً وقتی که ایمان، استدلال عقلی ایجاد شد و انسان رسید به جایی که باید استدلال کنه، عقل وقت یه میتونه واقعا استدلال کنه برای اثبات وجود خدا، میتونه بفهمه که از وجود اعراض در این عالم، میفهمه که این عالم یک محدثی داره، خالقی داره، و تعبیری که بخوایم بگیم، و از اونجا البته بعد میفهمه که همین خدا باید قادر باشه، عالم باشه، حکیم باشه، بعد میفهمه که این خدا در حقیقت باید لطفش بر سر ما هم باشه، تکلیف میکنه برای اینکه تکلیف خودش لطفه، اینا رو هم میفهمه. پس ما یه مرحله است که واقعا وجود داشته بدونی که ما بفهمیم، اونجاییست که خدا تکلیف میکنه از طریق عقل، و اونجا ما هنوز توجه نداریم. ما رو متوجه میکنه به طریقی که میگن به اینکه بریم سراغ استدلال عقلی. وقتی رفتیم میفهمیم که نه، واقعا تکلیفی که خدا کرده دلیل پشتش داریم، استدلال عقلی هم داریم پشتش. بعد که اینجا رسید، بعد مثلا اگر که بفهمیم که خدا باید لطفش هم داشته باشه، تکالیفی هم به ما بده، این تکالیف رو باید از یک طریقی به ما برسونه، نبوت رو هم مثلا اینجوری اثبات میکنیم، و بعد مهمتر از اون وقتی کسی میبینیم که در میان ما هست که میگه من از طرف خدا آمدم، ما بر دست اون معجزه‌ای می‌بینیم، مثلا تعبیری که متکلمین می‌کردن، این معجزه رو می‌دونیم که خداوند بر دست مدعی دروغگو نمی‌ذاره، چون معجزه مال خداست، و خدای حکیم هیچ وقت معجزه رو در دست مدعی دروغین قرار نمیده، برای اینکه اقرار به جهله. و همین دلیل هست که ما می‌فهمیم که اگه کسی ادعای نبوت کرد و در این حال خارق عادت داشت، این باید از ناحیه خداوند باشه. اینا رو هم باید استدلال هاییست که میگفتن از لحاظ عقلی بر اساس اون استدلال اول ایجاد شده. بنابراین میمدن یه جوری هم نظام مستقل عقلی برای اخلاقیات درست میکردن، و هم نظام معرفت دینی رو به این نحوی میذاشتن بر پایه استدلال عقلی، یعنی عقل رو مبنا قرار میدادن که هم تکالیف سمعی رو بتونه و تکالیف شرعی رو بتونه متکی بر عقل بکنه، و هم بالاتر از اون تکالیف عقلی و واجبات اخلاقی رو، واجبات اخلاقی رو متکی کنه بر همون ضرورت‌های مستقل از دین و شرع، خودش استقلالاً عقل مستقل باشه در درک حسن و قبح و در درک
حسن خوب های اخلاقی. حالا البته اینجا خیلی بحث ها شده اینکه آیا این بحث ها اصلا چقدر قابل یا غیر قابل مناقشه است، حرفایی که زده شده، طرف مقابل اشاعره چی گفتن، معنای تکلیف چیه، آیا این که میگن تکلیف اولین تکلیف تکلیف و یا واجب در واقع و تکلیفی که خداوند از لحاظ عقلی میده نظر و معرفت خدا هست، این چی هست؟ صدها و صدها صفحه متکلمین همون سه چهار قرن اول در این باره نوشتن، چون در آثار قاضی عبدالجبار و آثار اشعری ها و آثار علمای شیعه اینا میبینید که پره از این بحث. حالا در این چارچوب بنابراین بین شیخ مفید و سید مرتضی اختلافی نیست، یعنی در حقیقت اختلافی که هر اختلافی که بخوایم تو عبارت شیخ مفید ببینیم و گفتم که بعضیش قابل بحث هست، دست کم در این چارچوب نیست که اینی که تنبیه باید بشه خود شریف معتظم داره که وجود منبه لازمه در بعضی موارد، چون حتی همینجا در کتاب شافی هم گفتن در جاهایی هستش که شخص انقدر متوجهه که نیاز نیست اصلا منبه لازم نداره، یا یه جای جامعه است که به قدری دوایی و انگیزه هایی هست برای اینکه آدم برسه به این استدلال عقلی که توجه کنه که اصلا نیاز به منبه به شکل خاص نیست. ولی در این که خود استدلال عقلی برای اثبات وجود خداوند کافیه و نیاز به چیز دیگه نیست، اتفاق نظری بین هر دو هست. حالا ببینید من چند تا عبارتش رو در کتاب ذخیره هست میخونم. یکی این که اصلا یه فصلی داره میگه فی ان النظر یولد العلم ولا یولد الظن ولا الشک ولا شیء سوى العلم، میگه آقا اصلا نظر ایجاد علم میکنه، وقتی شما استدلال عقلی بکنید ازش علم در میاد، اینطور نیستش که حالا استدلال میکنم یه چیزی از طریق تکافی و عدله، اینا ممکنه باشه یا ممکنه یه ظنی درست بشه، حالا ممکنه خدا باشه ممکنه خدا نباشه، شما استدلال کردید ترتیب ادله هم کردید ولی نهایتا 50-50 ممکنه ممکنه نه. میگه نه، وقتی شما استدلال، حالا به تعبیر فلاسفه میگن برهان، متکلمین میگن استدلال، استدلال های نظری، قیاس به تعبیر خودشون قیاس نظری و قیاس به اصطلاح عقلی که متکلمین میگفتن، اگه برقرار کنید به علم میرسید. خود عنوان این فصل همینه که ان العلم یجب وقوعه عند النظر مع تکامل الشرایط، البته نگی که همینجوری شرایط بود کامل باشه، وقتی شرایط کامل باشه حتما استدلال نظری به علم انجام. این در واقع یک آغاز یک فصلی است که مفصل در این زمینه مرتضی بحث کرد. حالا بعد توی در یه صفحه دیگه توضیح میده، میگه که دلالی میاره چون خیلی بحث مفصلی است، از دیگه 40-50 صفحه است، میگه و مما یدل علی ذلک انه وجد العلم یقع به حسب النظر، میگه ما میبینیم که وقتی استدلال عقلی میکنیم نظری میکنیم علم حاصل میشه، و معنی ذلک انه اذا نظره اذا نظر فی دلیل حدوث الاجسام، یا اینکه اذا نظر، اگه انسان نظر کنه به دلیل حدوث اجسام، علم حدوثها دون سایر المعلومات، یعنی میفهمه که وقتی که نظر میکنه در دلیل حدوث اجسام میفهمه که اجسام پس حادثه، یا اینکه اگه وقتی که نظر میکنه که زید وقتی میبینه قادره میفهمه، یعنی علم پیدا میکنه به انه علی هذه الصفه دون غیرها، میفهمه که پس قدرت داره، یعنی این رو استدلال میتونه بکنه که این قدرت زید، حالا زید امر هر کی هست، این شخص مستند به همون صفت قدرته، نه اینکه مثلا صفت چیز دیگه، مثلا فرض کنید که یه صفت دیگه ای بگیم داشته باشه انسان، بعد این رو مستند کنیم به چیزی غیر از قدرت، نه، اگر قادره دلیل چیزی که قدرت داره، فیجب ان یکون مولدا للعلم کباقی الاسباب، جا
جای تعبیر کلامی به کار میبره، بحث اسباب فلان جنون میخوایم توضیح بدیم، ولی میگه مولد علمه. حالا اینکه چرا میگن مولد، خودش هم یه بحث مفصلی میتونه بگه که چرا میگن تولید علم میکنه، نظر مولد علم. در واقع میگه که نظر در واقع ما رو، استدلال عقلی ما رو به علم میرسونه. حالا بعد از این در یه جای دیگه، من الان تکه تکه میخونم که همین حرفایی که زدم رو عباراتش هم خونده باشه، میگه که اعلم ان جهت وجوب، اصلا فصلش اینه، میگه فی وجوب نظر فی معرفت الله تعالی و جهت وجوبی انه اول الواجبات. میگه اعلم، این که بدونید که وجوب نظر، جهت وجوب نظر، این نکته مهمی، جهت وجوب نظر، یعنی اون جهتی که برای وجوب نظر باید در نظر گرفت، هیه خوف المضر به ترکهی و تأمیل دفعها به فعلهی فیجب ان نظر تحرزا من الضرر. میگه جهت وجوب نظر، شما خود وجوب نظر، اینکه علتش چیه؟ علتش اینه که خداوند معرفت خودش رو ممکن کرده، تکلیف عقلی هم براش آورده، بر اساس اون هم میاد لطفم میکنه، یعنی کمکم میکنه انسان رو به این که برسه. اما جهت وجوب نظر برای ما که میخوایم بریم استدلال بکنیم، همون از کجا شروع میکنیم، این همه اصطلاحات فنی کلامی است. جهتش اون خوف مضرت، یعنی ما مضرتی رو میبینیم، میبینیم که اگر که توجه به این ضرر محتمل نکنیم ممکنه خیلی ضرر بکنیم. یک خوفی در ما ایجاد میشه که ما اگه توجه نکنیم به استدلال عقلی برای وجود خداوند ممکنه ضرر عظیم بکنیم. همون خوف اون جهتی میشه که آدم رو به سمت در واقع نظر میبره. پس جهت وجوب نظر این خوفه، و تعمیل دفع به فعلی، به این که امید میبریم، به این که عملی داریم، به این که با فعل اون این ضرر رو دفع کنیم. پس نظر واجبه، یعنی چی واجبه؟ یعنی وجوب عقلی، یعنی ضرورت عقلی داره، عقل حکم میکنه، نه اینکه خداوند واجب کرده به دلیل تکلیفی که کرده، نه، خود عقل استقلالا میرسه به این که نظر واجبه، یعنی ما باید نظر بریم سراغ استدلال، عقل به ما حکم میکنه. تحرزن من از ضرر، مثل هر واجب عقلی که دیگه، که ضرورت های عقلی که ما میفهمیم، و عقل کسی که کامل العقل در واقع، کسی که عقل داره از دیدگاه متکلمین، ولی اینکه معناش چیه بحث مفصلی میطلبه، ولی اینکه کسی که عقل داره و کامل العقله، این شخص میتونه این ضرر رو درک بکنه و میگه که این خوفی داره و باید این رو دفع بکنه. ولی ممکنه یک کسی اصلا، مثلا با تعریف اونها میگفتن که خود عقل هم مراتبی داره، گاهی اوقات هم توجه نیست، اون وقت بحث خاطر اینا رو هم میگفتن. ولی میگه اگه کسی عاقل باشه یا کامل العقل باشه، این تحرز از ضرر رو میفهمه که باید این کار رو بکنه، یعنی یه جور حکم عقلی براش پیدا میکنه. بلا فرق بین ان تكون المضره معلومه او مزنونه فی وجوب ما يتحرز به منها. میگه که مهم هم نیستش که این ضرر معلوم باشه یا فقط صرفا مزنون باشه، یعنی آدم یه زنی نسبت به ضرر داره. حالا این رو مفصلا بحث کردن، در همون بحث خاطرم میگن اگه خاطر از جنس اعتقاد باشه، یعنی خدای اعتقاد به آدم بده که در حقیقت حتما ضرر میکنی، بعد این بحث پیش میاد که این در واقع این اعتقاد باید ریشه‌اش این باشه که اصلا خدایی هست که شما به این اعتقاد برسید که ضرر معلومه. بعد میگن که ما در اون مرحله که ما هنوز که استدلال عقلی نکردیم، بنابراین نمیتونه خاطر از جنس اعتقاد باشه، باید از مثلا خاطر یا اون چیزی که خداوند به انسان به نحوی الهام میکنه، یا در واقع
تنبه میده به تعبیری، یا دایی هست به نحوی، این از جنس اعتقاد نباشه. یک احتمال ضرر آدم باید بده، احتمال عقلایی که دفع اون ضرر رو عقل با اون استقلالات عقلی، مستقلات عقلی که داره، با خود درک عقلی که داره به تعبیری، با همون درکی که از واجبات عقلی داره بتونه برسه. حالا در جای دیگه میگه که ان العلم به وجوب نظر، که علم به وجوب نظر، المفصل فی طریق المعرفه، معرفه علم به همون وجوب نظری که صحبتش کردیم، انما یحصل عند الخوف فی ابتداء التکلیف، همجوری که شیخ مفید گفت ابتداء تکلیف، یه ابتداء تکلیف، این علم به وجوب نظر از طریق همین خوفی است که ایجاد میشه، و این خوف رو اگر هم ایجاد نشه به هر دلیلی، یا منبهی باید باشه یا در نهایت خاطری باشه که خداوند در واقع ما رو هل بده به سمت این توجه به وجود خوف و اینکه با دفع ضرر بکنیم، و یحصل لبعض العقلا فی حال لا یحصل فیها به جماعت هم لاختلاف احوالهم. این هم میگه، میگه مردم و عقلا، یعنی مردم، انسان ها اختلاف احوال دارن، یکی ممکنه بدون اینها هم بتونه برسه به اینکه توجه بکنه به ضرورت وجوب نظر، بعضی ها رو باید هلشون داده، یکی ممکنه مثلا فرض کنید یک نوع بیماری میاد، مثلا توجه بیشتری میکنه به مسائل معرفتی و معنوی، میگه خب برم سراغ این که ببینم که این حرفی که میزنن که خدایی هست که در ورای این عالم هستی هست، این تا چند اندازه درسته، بریم سراغ استدلال. ولی وقتی که رفت سراغ استدلال، وقتی که عقل کافیه، عقل میتونه آدم رو برسونه به وجود خدا. حرفی که متکلمین گفتن این بوده، به خصوص مرتضی داره در واقع این رو توضیح میده. بعد میگه که خب البته این شکر نعمتی که گفتیم، که این شکر نعمتی یکی از همین واجبات عقلی است که انسان با عقل خودش درک میکنه، میگه که این با خود این که کافی نیست، یعنی انسان باید به یه مرحله‌ای برسه که بدونه که خدایی هست، که بعد این شکر نعمت در واقع بره سراغش، یا این که بهش توجه بکنه. این هم از طریق همین وجوب نظر هست. چرا؟ چون شکر نعمت لا یجب الا بعد العلم بانها نعمه، شکر نعمه لا یجب الا بعد العلم بانها نعمه و ان فاعلها قصد وجه الانعام و الاحسان، یعنی باید ما بدونیم یه نعمت، حالا ما یه نعمت هایی در دنیا میبینیم، به خودی و خود که اینا نعمت تلقی نمیشه بر ما، باید زمانی میفهمیم که اینا نعمته که بدونیم که کسی که این نعمت رو به ما داده، اگه بگیم مثلا مال طبیعت ماده است، اصلا خب شکر نعمت به ما توجه بهش نمی کنیم، به ما یه واجب عقلی، زمانی به ما یه واجب عقلی بهش توجه میکنیم دیدگاه مرتضی، که بدونیم که یه فاعلی داره، و تازه اون فاعل هم یه فاعل طبیعیه یا مادیه، یا به تعبیر فاعل غیر آگاه و قادر و عالم، نه، یه فاعلی که قصد در واقع انعام و احسان داشته. در اون صورت هستش که ما شکر منعم رو بهش توجه میکنیم به عنوان واجب. اینجا باز خودش در واقع مرتضی میخواد بگه از همه اینجا میشود استدلال کرد که در حقیقت وجوب نظر اول الواجباته، برای اینکه تا این معرفت به خدا حاصل نشه، این واجبات عقلی تحقق پیدا نمی کنه. حتی واجبات یعنی اخلاقی، یعنی در واقع همه اینا متکی به همون معرفت خداوند میشه. در نهایت ممکنه حتی عقل توجه بکنه به این که ظلم بده، عدل خوبه، ولی این که این تبدیل بشه به چیزی که انسان اون رو به عنوان واجب اخلاقی عمل بکنه بهش و شوق به عمل داشته باشه، این زمانی است که انسان معرفت به خدا داشته باشه و بدون در ورای این ثواب و عقابی هست، طاعت و معصیتی هست، و بنابراین از طریق این واجبات عقلی یک جوری داره به خداوند طاعتی نسبت به خداوند داره عمل انجام میده، یا اگر انجام نده معصیتی داره انجام میده. و
به همین دلیل است که معرفت خداوند و بعد از اون تمام ادله تکالیف سمعی در مرحله بعد تمام به عنوان کمک میاد، لطف از سوی خداوند برای اینکه انسان به اون واجبات اخلاقی و واجبات عقلی از جمله همین شکر منعم برسه. بنابراین میگه شکر منعم هم به خودی خود کافی نیست، شما اول باید خدا رو بشناسید از طریق وجوب نظر. این وجوب نظر در حقیقت جاییست که آدم رو متوجه به فاعل نعمت میکنه که قصد وجه الانعام و احسان داشته. اینجاست که و دلیل علی صحت ما ذکرناه من ان النظر فی طریق معرفتی تعالی اول الواجبات، وقت بحث میکنه لان انک اذا تأملت جمیع الواجبات علمت تأخرها عن هذا الواجب الذي ذكرناه. همه واجبای دیگه بعد از این واجبی که در واقع آدم خدا رو بشناسه، همون وجوب نظر. بعد میگه لان الواجبات على ضربين عقلي و سمعي، که روشنه، و سمعي لا شبهه في تأخره عن وجوب النظر في معرفته تعالى و ما فيه شبهه من الواجبات العقلية كرد الوديعة و شكر النعمة و قضاء الدين قد بينا ما فيه. میگه تمام واجبات اخلاقی هم با توجه به استدلالی که میکنه و کرده و ما گوشه ایشو گفتیم، در واقع اینا بعد از این که وجوب نظر ثابت بشه و تکلیف بشه در حقیقت معنی پیدا میکنه. یعنی در واقع ما عقل مستقله، ولی این در واقع واجبات اخلاقی تا مادامی که انسان توجه به وجود خداوند از طریق عقل پیدا نکنه و اینکه خداست که در حقیقت ما رو مکلف کرده، این ممکنه حاصل نشه. اینا در مراحل متأخر از اون هست. علمت اذا تأملت جمیع الواجبات علمت تأخرها عن هذا الواجب الذي ذكرناه. بعد در بحث خاطرم آخرین نکته هایی است که باید بخونیم اینجا، اینه که میگه که در فصل دیگه ولی کلام فی جنس الخاطر و صفتهی میگه اعلم ان النظر فی طریق معرفت الله تعالی اذا کان انما یجب تحرزا من المزر، همین که توضیح دادی که نظر در طریق معرفت خدا اینه که واجبه به خاطر تحرز از مزر، این که آدم تحرز کنه دفع ضرر بکنه، فلا بد من حصول الخوف من المزر للعاقل، باید آدم این خوف بیاد. اگه این خوف نیاد که آدم هیچ توجه نمی کنه که باید برای دفع این ضرر محتمل بره وجوب به سمت نظر در ادله وجود خدا. میگه گاهی اوقات اینطوری و اذا کان الخوف لا یقع ابتداعا، گاهی ابتداعا این ضرر آدم نمی فهمه، فلا بد من طریق و اماره، که گاهی چاره ایست که چاره این دیگه که طریق و اماره ای باشه. البته میگه که ولا شبه فی ان الناشع بین الدعات الى الله تعالی و اصحاب الشرایع و مثبتی النبوات الذين يحذرون بالنار والعقاب الدائم من اهمال المعرفه والاعراض عنها و يرقبون بالثواب الجزيل الدائم لا بد من ان يكون خائفا. میگه انبیا که میان خلاصه دعات الى الله هستند، اصحاب شرایع یعنی انبیا، مثبتی النبوات، اینا کسانی هستند که دائما میگن اگر خلاصه توجه به این نکنی عقاب هست، معصیتی هست، اگر بکنی ثواب هست، اگر اهمال معرفت بکنی اینا وقت در واقع یه جوری اون چیزیست که آدم رو به اون خوف میرسونه. وقتی اون خوف ایجاد شد آدم میره سراغ استدلال عقلی. خود استدلال عقلی باز تکرار میکنم خودش کامله، خودش در واقع آدم کاری به پیغمبر نداره، آدم از پیغمبر نمیپرسه بعد بگه که پس این استدلال درسته، نه، استدلال خودش عقلا میتونه آدم برسه بهش، ولی مسئله این نیستش که ما چگونه برسیم به یه مرحله‌ای که بریم توجه کنیم به این استدلال. حالا این دفع خوف، این خوف از ضرر و دفع ضرر محتمل گاهی برای برخی اتفاق میفته بدون وجود حتی انبیا یا غیر انبیا، ولی اگر کسی در واقع به مرحله‌ای برسه که لازم داشته باشه، میگه خود این انبیا که همینطور اینا کمک میکنن در این جهت، بنابراین خائف میشه.
لابد من ان یکون خائفا. وقتی که خائف شد میره سراغ استدلال. حالا بعد میگه که اما اگه فرض کنیم که یه جایی باشه فی منفرد عن الناس ما سمع شیئا من الدعا ول ول اعذار، یعنی اگر اعذار باشه یا ممکنه انذارم باشه در نسخه بادی و من هذا صفته انما یکون خائفا به ان یدعوه دا دیگه که و یخوفه مخوف و یشیر الیه بالامارات القائمه فی عقله علی ما سنبینه. دیگه اگر پیغمبران نباشن باید یه چیز دیگه باشه، یه دعات دیگه ای باشن، کسانی باشن که به آدم دیگه این تخلیف رو بدن، یا منبهی باشن یا دایی باشن. گاهی هم اشخاصی هستن که میگه که نه، اینا کسانی که وقتی به خودشون توجه میکنن سراغ این استدلال میرن. او یکون من یتفق له ان یفکر فی احوال نفسه فیشاهد آثار صنعه فیه و امارات نعم علی فیتنبه علی ما یتنبه الخاطر او الدواعی علی. میگه نیاز به دواعی و خواطر نداره، خدا لازم نیست برایش یک الهامی بفرسته که برو سراغ این چیز، یا دایی یا پیغمبری لازم نیست، خودش متوجهه که وقتی آثار صنعت رو میبینه، نظم عالم رو میبینه، میره سراغ استدلال. و اما اگر هیچ کدوم از این طرق حاصل نشه، مرتضی میگه وجب علی الله تعالی ان یخطر به بالهی. اینجا چون اون قضیه لطف دیگه، چون تکلیف عقلی هم هست، برای این تکلیف عقلی که تکلیف عقلی است که ما باید خدا رو بشناسیم، خدا برای این تکلیف عقلی از باب لطف کمک میکنه. دیدگاهی است که معتزله داشتن، وقتی تکلیف هست لطف الهی باید باشه، چون لطف الهی جایی که تکلیف هست و ما از طریق اون لطف میتونیم به اون تکلیف عمل بکنیم یا نزدیکتر شیم به عمل، دیدگاه معتزله این بوده که خدا واجبه که لطف خودش رو تمام بکنه. میگه اگر که هیچ یک از این طرق نباشه، وجب علی الله تعالی ان یخطر به بالی ما یقتضی وجوب النظر علیه، به کلام به طریقی یفعل به داخل سمعی، از طریق گوشش بشه پیامی بده به نحوی، مثلا یه الهامگونهی بشه. میگه عجب، من 50 سال 60 سال از عمرم گذاشته هیچ توجه نکردم به این مساله، چطور هیچ توجه نکردم که ممکنه این عالم بی هدف نباشه، یک هست، این هستی پشتش چیزی باشه، برم سراغ استدلال. به هر حال یخطر به باله، یعنی اینکه اونجا جاییست که اگر شخص واقعا نتونه، ولی وقتی این اتفاق افتاد به این ضرر محتمل توجه کرد، اون وقت میره سراغ بحث نظر. و اینجاست که مرتضی میگه که این نظر حتما یؤدی الی العلم، حتما آدم رو به خدا میرسونه، حتما آدم رو میرسونه به اینکه خدایی هست. این بحث ما ناقصمون، برای اینکه من جلسه بعد باید انشاءالله یه مقدار توضیح خیلی شاید 10 دقیقه رو توضیح بدم که با توجه به این مسئله، حالا تفاوت بین شیخ مفید و سید مرتضی رو چگونه میشود در نهایت فهمید، حالا که دیدگاه مرتضی کاملا روشن بیان شد. الان ما در 1 دقیقه آخر بحث خودمون هستیم، بنابراین بحث شیخ طوسی هم متاسفانه فرصت نشد در این جلسه بحث بکنیم، برای جلسه بعد خواهیم گذاشت. در حقیقت فرصت هست که یک پرسشی که تا به حال شده رو خدمت دوستان باشیم، اگه اجازه فرمایید دکتر. سوال اینه که آیا وجود امام یا پیامبر به هر حال کمک نمی کرده، حتی اگر لازم نباشد راه و شروع را می توانسته نشان دهد؟ یا بهتر بگیم چه کسی به جز امام یا پیامبر کمک بهتری می بوده؟ خب طبعا همین دیگه، یعنی این وقت از شما میگید که من، حالا این چیزیست که دفعه بعد باز بیشتر باید بشکافیم، یه بخش شما میگید ضرورت وجود امام اینه که به ما معرفت خدا بده. مرتضی با این مخالفه، مثلا معرفت خدا رو خود عقل میتونه بفهمه، این دلیل نداره ما وجود امام از این جهت کمکی نمیکنه. بله یه بخش میگید که مفیده، همونطور که عرض کردم، برای اینکه میتونه منبه باشه. خب غیر امام هم میتونه باشه، مفید باشه، اصلا در یه شرایطی همونطور که گفت
شما میتونید انقدر آدم خلاصه چیزی باشید که در حقیقت متوجهی باشید که بدون هیچ گونه از این چیزها بگید که نه، باید توجه به این استدلال کرد، این هستی آیا پشتش فاعل قادری و مختار و عالمی داره یا نداره، و بعد برید سراغ استدلال ها. ولی غیر از این استش که بگیم ضرورت داره، یعنی ضرورت وجود امام یا پیغمبر رو متکی کنیم به این مسئله، نه، عقل کافی است. حالا اگر ما بگیم که پیغمبر و امام ضروری وجودشون به خاطر اینکه اونا میتونن منبه باشن، مرتضی با این مخالفه، میگه که نه، ضرورت وجود امام یا پیغمبر رو تقلیل ندید به این مسئله، چون اولا اون کار رو بر همه لازم نیست، بچه هم خیلی ها غیر از پیغمبر و امام هم میتونن این کار انجام بدن. بنابراین وجودشون حتما مفیده، مرتضی که مخالفت نداره، ولی میخواد استدلال استقلال عقل رو ثابت کنه. چون تهی ماجرا این است که اگر عقل مستقل در معرفت خدا نباشه، اساسا با شما مگه چطوری میخواید به ایمان به پیغمبر بیارید؟ اگر استدلال عقلی نداشته باشید برای وجود خدا، اساسا که راهی ندارید برای این که صدق پیغمبری پیغمبر رو بفهمید. یا باید بگید خدا یه جورایی به شما این علمو میده، کما اینکه گفتن یه دی در تاریخ علم کلام بودن، و شما نیاز به استدلال ندارید. یا باید بگید که من مقلدانه این حرفو میپذیرم، اینکه اقرای به جهل، ممکنه یه کسی واقعا پیغمبر نباشه، شما بهش ایمان بیارید و بعد در حقیقت ایمانتون بر پایه استواری نباشه. بنابراین خداوند باید اول خدا رو شناخت به قدرت و به علم و به حکمت، و بعد اون وقت از استدلال وجود خدا اون وقت نبوت رو هم اثبات کرد و راهی پیدا کرد برای اینکه چطور میدون پیغمبری رو قبول کرد یا مدعی پیغمبری که دروغ میگه رو قبول نکرد. بنابراین این استدلال اگر مستقل نباشه و استدلال عقلی استقلال خودشو نداشته باشه، وقت اشکال ایجاد میکنه، اشکال ایجاد میکنه. و حتی در واقع مرتضی میخواد بگه که این وجوب معرفت خدا که آدمو به خدا میرسونه، یه پایه‌ای هم برای عمل به واجبات حتی اخلاقی عقلی هم میشه. یعنی در واقع اگر در اون چارچوب خداشناسی او، معرفت خدا خودش لطفه برای اینکه انسان به این واجبات عقلی، به این مبانی اخلاقی عقلی عمل بکنه. در واقع معرفت خدا بسان یک لطفه. حتی نماز و روزه‌ای که میخونیم و انجام میدیم هم که الطاف للواجبات العقلیه میشه، یعنی کمک میکنه آدم رو به اون فضای اخلاقی زندگی کردن، اون زندگی اخلاقی. از دیدگاه متکلمینی مثل مرتضی، این تکالیف سمعی هم تهش همینه که به عنوان یه لطف عمل میکنه، ما رو در اخلاقی زندگی کردن و اخلاقی تر زندگی کردن کمک میکنه. حتی حالا توضیحش مفصله که اون میگه وجود امام، امام معصوم که منصوص از طرف خدا هست، او هم در واقع نهایت استدلالی که هست و اون عقلی ترین استدلالی نیستش که وجودش در حقیقت کمک میکنه و لطف برای اخلاقی تر زندگی کردن و عمل به واجبات عقلی. تو اون چارچوبی که مرتضی تنظیم میکنه، عقل استقلال داره، این استقلال رو بی‌اعتنا نباید بود. بسیار نقطه محوری است، یعنی دین رو مبتنی بر عقل میکنه به این معنا. حالا این که وجود امام در مسائل شرعی یا در مسائل معرفتی چگونه تو به اصطلاح ضرورتش چیز میشه، بحث میشه، اینا جزئیاتی که وارد این بحث الان نمیخوایم بشیم، ولی به هر حال استدلال عقلی برای شریف مرتضی این استقلال رو داره. برای مفید هم همینطور، همین دلیل مفید میگه اتفاقات الامامیه. اما این که مفید یک نوع اختلافی به نظر میرسه که با مرتضی در این زمینه داره، اون در نوع تحلیل و توضیح مسئله است. حالا امروز فرصت نشد توضیح بدیم، انشاءالله در آغاز جلسه بعد خواهیم گفت، ولی این مقدار مسلمه که در واقع
برای مفید هم استدلال‌های نظری مستقل هستند. اما اینکه ما اینو در چارچوب تکلیف چگونه توضیح بدیم و اینکه این تکلیف عقلی و تکلیف سمعی و اینکه آیا در آغاز فی ابتدای تکلیف خود وجود پیغمبر آیا ضرورت داره، این ضرورت رو چگونه معنا کنیم که با دیدگاه شریف مرتضی هماهنگ باشه و ظاهرا دیدگاهی است که شیخ مفید میخواد توضیح بده، این یک نوع اختلافی مختصری دیده میشه بین این دو بزرگوار که دفعه بعد توضیح خواهیم داد انشالله. گوییم که شیخ مفید خیلی گذرا از این بحث گذشته در واقع و شاید فقط بتوان یک احتمالاتی رو مطرح کرد. خیلی متشکرم و ممنونم از حسن توجهتون آقای دکتر و سایر دوستان و مخاطبان غائب که بعداً انشاءالله این مجلس رو خواهند دید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون.